سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان. آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک دو ابر مرد تاریخ ایران و جهان، اعلی حضرت جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین، و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب آقای مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما که به راستی مرد بزرگ خسته نباشن که خیلی مسئولیت به گردنشونه. دو تا از نقاشی‌های بچه‌هامون امشب پخش می‌کنیم تا یه رو 20 دقیقه دیگه، و عرض کنم از باقی مانده میهن‌پرستانم خواهش می‌کنم، خیلی ممنونم از لطف و محبتتون که از به هر حال دیگه از شکمتون می‌زنید، از قوت خودتون می‌زنید که سنگر ایران آریایی رو نگه دارید. خیلی از همتون ممنونم، ببخشید چاره‌ای نیست، باید ما در خارج از کشور باید خونه رو نگه داریم، بچه هم در داخل کشور باید اون خونه رو نگه داره. تنهاییم دیگه، تو دنیا بیکس شدیم، یتیم شدیم، بدبخت شدیم، بیکس و کار شدیم، چرا تعارف کنیم؟ تعارف نداریم که، من و شما نداریم، بدبخت شدیم. ایران همچنان شلوغه، آدمکش ها، مزدوران
جمهوری اشغالگر اسلامی، پاسدارا، بسیجیا، نیروهای لباس شخصی، قدارکشا، چاقوکشای نیروهای انتظامی، خانم فروشا، مواد فروشا، همچنان دارن ملت ایران رو به رگبار مسلسل میبندن. طبق آخرین خبری که من تا صبح امروز داشتم، راست و دروغ با فرستندگان خبره ها، ولی طبق اخباری که من داشتم تا الان گفته میشه چند تا رقم هست، 14 تا، 20 تا، 21، ولی به هر حال تعدادی از نوجوانان و جوانان مملکت ما رو به دستور شخص علی شیره‌ای رهبر حیوانات اسلامی دور از جون حیوان به قتل رسوندن. اینا همچنان دارن ملت ایران رو میکشن، دستور دارن گول نخورید. وزارت امور خارجه امریکا گفت محکوم باید گردد، محکوم میکنیم، بدجوری محکوم میکنیم. دروغ میگن. یادتون میاد دوشنبه، باید یادتون باشه دیگه، که گفتم جناب سیاوش عزیز چه مطلب مهمی رو، کلیدی رو عرض کردم که هر لحظه امکان داره اسرائیل امریکا بگه میخوایم حمله کنیم. وزارت امور خارجه اسرائیل اعلام کرده حمله، نمیدونم چی آسا، برخاسا، نمیدونم یه چیزی هست اسمم گذاشتن روش، تا چند وقت دیگه حمله میکنیم و عکس گذاشتن، موشک گذاشتن، گفتن اینا تا یه ما دیگه به اتم دست پیدا میکنن. حلبی سازی، پدر سوخته بازی، هدف حفظ جمهوری اشغالگر اسلامیه. بعد سایت وزارت امور خارجه بخش فارسیش برمیداره مینویسه خلیج فارس، بعد بخش عربیش مینویسه خلیج العربی. و ما نمیبینیم وزارت امور خارجه اسرائیل، مثلا سه تا وزارت امور خارجه، از وزارت امور خارجه عبری داره، عربی داره، فارسی داره، انگلیسی داره، مثلا میشه 4 تا وزارت خونه. بله، مثل چیز دیگه، مثل پاسدار سلامی که گفت اسلامی بود، سلامی بود کی بود مردی که گفت مثلث امارات و اسرائیل و عربستان و آمریکا، خیلی وضع ریاضیش خوب بود. به هر حال الان وزارت امور خارجهشون اسرائیل هستش، عکساش هست، من خودم نمیگم، منتها من این چیزها رو نه پخش میکنم نه تو کانال میذارم، چون من هیچ وقت دنبال بیگانگان نمیروم و معتقدم که بیگانگان فرقی نمیکنه کی باشه، آمریکا باشه، اسرائیل باشه، انگلیس باشه، چین باشه، روسیه باشه، آلمان باشه، حسن باشه، این همه به فکر منافع خودشونه. 43 ساله یه مش جنایتکار، دوز، آدم کش، دیوونه، روانی، بیمار، تروریست، بچه باز، خانوم باز، مواد باز، مواد فروش، قاچاقچی مواد مخدر، یه مش روانی رو کردن توی یقه ملت ایران، میگن بزنید بکشید. ما هم از اورشلیم، از واشنگتن، لندن، از این ور اون ور میگیم محکوم میکنیم، محکوم میکنیم. دروغ میگن همشون، دروغ چیه؟ صد دروغ میگن و هیچ کدومشون هم نمیخوان اینا برن. هیچ اولاغی دور از جون اولاغ، صد دور از جون اولاغ، صد دور از جون اولاغ، با پوزش از حضور همه اولاغها، یابوها، خرا، همه چارپایان جهان، خیلی منو ببخشید اولاغای محترم، هیچ اولاغی بهتر از جمهوری اشغالگر اسلامی برای جهانیان نیست که هر چی دل شما پهن روشون بار کنن اینا میرن، پیاز بار کنن میرن، دیگه طلا بار کنن روشون میرن، مواد بار کنن میرن. اینا فقط اومدن بار بزنن روشون برن، اومدن نفت رو ببرن، گاز رو ببرن، بهترین حوزه های نفتی و گازی رو دادن به روسیه، به چین، به خود همین اروپا، یا انگلیس ها شیلنگو کردن تو خوزستان، دارن میکشن میبرن که تلافی خدایگان در بیاد، که فرمودن دیگر تمدید نخواهیم، دیگر به هیچ وجه تمدید نخواهیم کرد. گفتن نه، تمدید میکنیم، بدجوری هم تمدید خواهید کرد، میبریم و میخوریم و چیز میکنیم و هر بلایی هم دلمون بخواد سرتون میاریم. همش هم چاخان پاخانه که نمیدونم جمهوری خواها اینجوری میگن، دموکرات ها اینجوری میگن، چپی ها اینجوری میگن، راست اینجوری میگه، راست میانه اینطوری میگه، اینا با ما رفیقن، اونور اون جناحش با ما بد. دروغ میگن همشون، با ما بدن همشون، دشمن ما همشون، دشمن قسم خورده ملت ایرانن. آی رویترز الان اومده گفته که مردم در خیابونا میگن رضا شاه روحت شاد، عکس علی شیره‌ای رو آتیش زدن، عکس اون یارو لواطکار رو آتیش زدن، مردم به پا خواستن، خیلی بدجوری به پا خواستن. گول نخورید ملت، بس دیگه، اینقدر گول خوردید، میخواین گول بخورید، بخورید نوش جونتون. تا زمانی که گول بخورید همین آش و همین کاسه است. هر موقع که شما ملت ایران متوجه شدید که دیگه بس، نباید گول بخورید، اون موقع دنیا میفهمه که اینا دیگه گول نمیخورن، بعد دنیا از این پرت و پلاها و از این چرت و پرتا دیگه نمیاد بهمون بگه.
بنابراین کار خودتون رو بکنید. فرقه تبهکاران دستور داره بزنتتون، بکشتتون. بازم بهتون میگم دست خالی از خونه بیرون نیاین. دیدم فیلمایی که اومد، ماشینای نیروهای، نگی نیروهای انتظامی، کلل جمع اینا نیروهای سرکوبگرن. حالا پاسدار میخواد باشه، بسیجی باشه، نیرو انتظامی باشه، لباس شخصی باشه، فلان باشه، اینا همینطوری کارتون درسته. کوکتل مولوتوف بندازین رو ماشیناشون، میتونید خلسلاشون کنید بزنیدشون. هیچ راه دیگه باقی نمونده. من یقین دارم، شک و تردیدی ندارم، من یقین دارم و شک و تردیدی ندارم که بالاخره این جمله از دهنتون بیرون خواهد اومد که میکشم آن که برادرم کش. و بیت دومش هم میشه وای به روزی که مسلح شویم. یعنی فرقه تبهکاران کاری کرد که شما ملت سرانجام به این نقطه برسید. و این اساسا این بافته شده با تاریخ ملت ایران. من هیچ جا رو سراغ ندارم که یک حکومتی رو ملت بخوان عوض بکنن به جنگ مسلحانه نرسه. در تاریخ پس از حمله تازیان هیچ حکومتی به مانند حکومت رضا شاه بزرگ و خدایگان آریامهر بزرگ دموکرات و آزاده نبود. واقعا رضا شاه رو که با اون دسیسه بردن، اگر رضا شاه بزرگ رو با اون دسیسه نمی بردن، همین جنگ مسلحانه رو بر علیش را مینداختن. البته زورشون نمی رسید به رضا شاه، ولی دیدید چه بلای سر آریامهر آوردن. آخر کار به جنگ مسلحانه کشیده شد دیگه، میزدن دیگه، قشنگ میرفتن بالای پل حافظ. من یادمه از اون بالا چریکای فدایی خلق روسیه، همین تروریست های مجاهد که پم بم پا میشه میره تو آلبانی و تو این ور ور باشون عکس اسک میگیره، از بالای پل هوایی کلان تیراندازی میکردن به چیز، افسر کلانتری، به پاسوبون، به درجدارا میزدن. که بعد دستور داده بودن، من یادمه از مهر ماه سال 57 دستور داده بود رئیس شهربانی کشور که کسانی که اون روز در کلانتری ها هستن جلیقه ضد گلوله بپوشن. بعد این بی پدر و مادرها گردن به بالا میزدن، خیلی از افسرهای شهربانی رو که اون روز افسر نگهبان بودن رو زدن توی سراشون کشتن، خیلی از پاسبونای دم در رو زدن تو صورتاشون کشتن، رد میشدن با موتور میزدن. اسلحه ها هم براشون میومد از طریق لبنان، سوریه، یمن، حضور درز بکنم عراق، می اومد با جبه سیب لبنان، با جبه موز وارد ایران می شد و کار به جنگ مسلحانه کشیدن. این طوری هم که داره میره جلو، شما ملت هم هر از چنگایی میان تو خیابون، طبیعی هم هست، اصفهان میاد سرکوب میشه میره، خب مردم شاکیان دیگه، طبیعیه، میان تظاهرات میکنن. شیراز میاد سرکوب میشه میره، نمیدونم اهواز میاد همینطور، دسپول میاد همینطور، مشهد همینطور، هر جا، هر کدوم از شهرهای مملکت ما، به ویژه فعلا این 4-5 تا شهر اصفهان و شیراز و اهواز و دسپول و اندیمش و مخصوصا خوزستان و بچهای، آفرین به بچهای ایل بختیاری، آفرین، باریکلا، باریکلا، چهارمحال بختیاری، شهر کرد، باریکلا، آفرین. بعد اون منطقه واقعا، چون اونا خیلی زرش کشیدن، ایلامو دیگه حضور درز بکنم، خوزستان و بعد چهارمحال بختیاری و کوکیلو و بویار احمد و اصفهان و فارس و فلان، که میاید و سرکوب میشید. بعد مثلا دو سه ماه دیگه دوباره روز از نو، روزی از نو. من شک و تردیدی ندارم، اهل حلبی سازی هم نیستم، برای سخنرانی هم نیومدم که بیام خودم رو لوس کنم، علی منقلی دعوتم کنه باهاش برم گفتگو کنم، بعد یارو ساربون منو ببره تو طویلش تو لندن، یارو لگن فروش بی پدر و مادر ببره، بعد اون یارو دختره تومون قرمزه منو دعوت کنه اونجا، زنه که بی سواد، نفهمه که شیش الا سوادم نداره، بهش میگن لیسانس داره، دکترا داره، فک و فامیل همین اسهال طلباست، بعد اسمش دروغکیه، اصلا تمام شناسنامهشون دروغکیه. مثلا منو طویله صدا آمریکا دعوت کنه برم با اون مرکه تودهی که دل دهاتی گرموشا اومده، چیه میگه صفحه اول، خط اول، خط آخر، مرد که بی پدر و مادر، بی شرف، بی آبروی، بی حیثیت، اصلا اون منو دعوت کنه، خب خیلی آدم افتاره واسه چه مثلا من برم بشینم بغل یه آدمی که میدونم یه آدم بی شرف، بی پدر و مادر، کثافت، بی اخلاق، ضد پهلوی، حالا مشکلات مالی و انگ مالی و اخلاقی به سرشون بخوره، به من چه مال منو نخوردن، به ناموس من که تجاوز نکردن که.
ولی وقتی من میدونم یارو مرد که ریشتن ضد پهلویه، یا اونایی که تو طویله های لندن میشینن ضد پهلوی ان ضد منن، الکی واسه خالی نبودن عریضه به خاطر اینکه بیان بگن که آقا نگاه کنیم ما داریم با مشهود خواهم گفتگو میکنیم، بعد منم به خاطری که معروف بشم قهرمان و خوشبخته بشم 500 دلار صدقه سر این بهم بده 400 دلار اون بده، بعد قیمتم بره بالاتر، هرچی دروغ بگم بیشتر خودمو بفروشم، بیشتر ناموس فروشی کنم، بیشتر شرف فروشی بکنم، بیشتر مملکتمو بفروشم، پرچم دیگه یواش یواش عکسارو که اصلا نذارم اون گوت اسویل خدا نکنه پرچم رو یواشکی برعکس بذارم، یه جوری بذارم که نفهم این چیزه، اصلا نذارم چرا پرچم بذارم؟ خب پرچم نذاری قیمتت میره بالاتر، 1000 تا بهت میدن، بعد مثلا یه گلدون بذاری اونجا مثلا 1500 تا بهت میدن، بعد فرض بفرمایید سعی بکنید بیشتر راجع به سوسیالیسم، راجع به کپیتالیسم، از این لغت‌های من در آوردی عجق وجقی ندید بدیدی که مد شده اینا، لب و دهنت هم کج بکنی، یه عینک هم بزنی، هی مدام عینک هم با انگشت هی بکنی بالا که بگی من روشن فکرم اینا، یه 7-8 تا کتاب خونده نخونده هم آویزون کنی پشت دکور نذاری، نقشه نذاری، یا از این کارا یه کاری نکن که فضا فضای ناسیونالیست بشه. خب بعد هر دفعه یه فضای درست کن، یه بار پشت سر مثلا تابلوی گلدون بذار، یه بار پشت سر مثلا تابلوی یه پیرمردی رو بذار که دستانش مثلا پینه بسته، یه بار مثلا یه کلنگ بذار زده به زمینی که خشکه و ترک خورده، از این چیزا رو مده. بعد این یارو کتابارم طوری بچین که مشخص بشه ماهی سیاه کوچولو توش هست، مثلا مال عباد شاخان توش هست مثلا، آره. بعد اینا دعوتت کنن هرچی هم این کارا رو بکنی، هرچی بیشتر تو لجن بری قیمتت بالاتر میره، الان مود شده تو دنیا هر کس بیشتر لجن ترتر بشود قیمتش ترتر میشود، خیلی بالا ترتر میرود. بله منطقه ما نمیخوایم لجن بشیم، مجبوریم بیاییم بگیم آقا مردم کمک کنید 10 دلار 50 دلار 100 دلار اینجوری، چون آدم نوکر ملتش بشه خیلی بهتر به نوکر بیگانه بشه که الکی فقط فارسی بلدن حرف بزنن. بنابراین ما بدبخت شدیم، بیکس و کار شدیم، هیچ کس رو نداریم و من یقین دارم، شک و تردیدی ندارم، بدون کوچکترین شک و تردیدی این مردم هی میان تو خیابون سرکوب میشن، میان تو خونه، تا برسه به اونجایی که بیان بگن تنها راه رهایی جنگ مسلحانه، بیت بعدیش بشه وای به روزی که مسلح شویم، اون موقع تازه میشه گفت که داره صدای انقلاب میاد. اونجاست که تازه علی شیره‌ای و وزارت اطلاعاتشون که چند روز پیش به آقاشون گفتن آقا چند روز دیگه میایم خدمتتون، خود شما به ما میگید آفرین باریکلا، خاموشش میکنیم، ساکتش میکنیم. بله چون میدونن دنیا پشتشونه دیگه، بنابراین کار به اونجا میکشه. من شک و تردید ندارم، فعلا با کوکتل مولوتوف تمرین بکنید، یه ذره دستتون گرم بشه، دستگرمی بازی کنید، هیچ کم نمیاد اینا رو بهتون بگه چون همشون وابسته هستن، همشون میان چرت و پرت بهتون میگن. منم دیدید تو این 4 سال هی گفتم مردم نکنید، به دور از خشونت باشه، ما نمیخوایم آتش بزنیم، ما نمیخوایم تخریب بکنیم، دنیا هم شاهده، تمام حرفام هم هست تو این 4 سال. الان چند وقت دارم بهتون میگم ملت ایران هیچ راهی نداره. من رضا احمدی را اگه قبولم داری به عنوان یه سرباز نه بیشتر، دارم بهتون میگم هیچ راه دیگه براتون نمونده. 100,000 دفعه دیگه بیاین تو خیابون، 600,000 دفعه دیگه بیاین تو خیابون، 900 میلیون دفعه دیگه بیاین تو خیابون، عین 900 میلیون دفعه شو سرکوبتون میکنن. راحت بهتون بگم طبیعیه. یه نفر الان وایساده جلو من، نه یه نفر، 10 نفر وایسادن جلو من، تو دست هر کدومشون یه تیرباره، یه کلاشنکوفه، 3-4 تام خشاب با نوار پیچیده گذاشته، تو دست من یه ناخونگیره. خب حالا شما به من بگو ای سنگ سبو، من اونا رو میتونم بزنم یا اونا منو؟ خب اونا منو، مثل جریان حسین خودشون میگن، سر منبر خودشون میگن، من که نمیگم، که من که نبودم، اینا تو جریان کوفه همه آخوندا بودن، 1400 سال بودن، مثل جنتی که همسن و سال خود محمد راهزنه، مثل که خود این با محمد راهزن رفتن در اون یارو اتاق رو وا کردن، بوتا رو شکستن و فلان اینا. به هر حال خودشون میگن که حسین چشاشو گذاشت رو هم، گفت جلو رو نگاه کنین چه لشکری وایساده، راست میگن، من نمیدونم، دروغ میگن، من نمیدونم، نه فیلم برداری بوده، نه این اینستاگرام بوده، نه فیسبوک بوده، نه دوربین بوده، میگن چرت و پرت میگن، حرف مفتم زیاد است، شنونده باید عاقل باشه، منم احمق بودم، حالا عاقل شدم میگم آقا چرت و پرته. به هر حال میگن یارو چشاشو گذاشته رو هم، گفته هر کی میخواد دره بره، چشاشو وا کردید همه در رفتن، یه 70 نفر از فک و فامیل و پسر عمو و پسر خاله و پسر دایی و پسر عمه و فک فامیل خودش مونده. بعد اینم گفته نماز بخونین و بریم دعوا و فلان اینا. خب طبیعتا 72 نفر
72 رأس در برابر میگن لشکر یزید. خب وقتی ما میگیم لشکر داریم راجع به 3 4 هزار نفر حرف میزنیم دیگه، راجع به 40 نفر حرف نمیزنیم که. خب یارو دمش گرم، ببین چقدر کله خر بوده که باشه رفته با 300 400 نفر، 3000 نفر، 4000 نفر، به هر حال هر چی بوده 10 15 برابر اینا تعدادشون بیشتر بوده، رفته جنگ و دعوا کرده. خب وقتی که یزید بری اینقدر دلجیگر داشته باشه بره جنگ و دعوا کنه، خب چرا واسش گریه میکنی؟ حسین مظلوم، این کوشش مظلوم بوده، تو مظلوم نبوده، خیلی باجیگر بوده. آره من الان ببینم هفتاد، منم با 71 از رفیقان مجموعا 72 نفریم، دستمونم چوب و چماق و قمه و هر چی که اونا داشتن ما هم داریم. بعد رو به رو مثلا 4000 نفر وایسادن. خب من کله مگه مغز خر خوردم که برم دعوا کنم؟ نه، طبق قانون بچهای تهران که پای اول دعوا فراره، میگن بچا دریم بریم بریم، بعد اینا رو تک تک گیر آوردیم ما به خدمتشون برسیم. خب من دیوانم برم اونجا لت و پارم میکنم. بنابراین ملت راحت بهتون بگم با دست خالی بیاین تو خیابون، همین آشا همین کاسه است، راحت بهتون بگم، هیچ راه دیگه هم براتون نمونده. شک و تردیدی هم نکنید، خودتون به این داستان خواهید رسید، خودتون به این راه خواهید رسید. ما مرده شما زنده. تا امروز اگه من یه چرت پرت حرف از دهنم در اومده باشه بیرون، حتی من شوخیام هم رو حساب و کتابه، خب که بیام به شما خط انحرافی بدم فراخون بدید. دیدید روز اول چجوری به من همین چیزای سایبری جمهوری اسلامی و یه مصدقی های ایران برباد و یه ده مشروطه چی گیج، همشون هم مامور، همشون هم برنامه داشتن که این رضا احمدی رو خراب بکنه. من 40 ساعت شما رو خراب میکنم در به داغونا، که منبعش یکی از منابعش هم تگزاس بود. آره که بعد اصلا دعوتم کردن، دعوت کردن به شام و شیرینی و فلان اینا، مثل اون جلساتی بود تو آلمان میرفتیم که اولش بحث سیاسی بود، بعد یه ساعت بحث میشد این ور دلم اوفه اینا، اون ور دلم شوته اینا. خدا گواهی من دیدم اینا رو، ساز و زد میآوردن، خاله رو 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 رشته پلو، عدس پلو، چند ماه داری خاله چرا نمیزایی. من گفتم جلسه الان خیلی چیز سیاسی بود، بچه ها سکسی شد جلسه. به هر حال به این ترتیب بذارید من بهتون بگم مردم، 4 سالم وایستادم، 4 سالم گفتم نکنید، آتش نزنید، مال اموالمون آتش نزنید، مال اموال خودمون آتش نزنید. البته الانش هم میگه جای رو آتش نزنید. یکی برای من یه فیلم فرستاد، آخوی احمدی پخش کن بذارید تو مال. به من این بار آخرتون باشه به من بگین چی پخش کن چی پخش نکنه، کارتون رو بفرستید، من خودم میدم چی پخش کنم چی پخش نکنم. 3-4 تا جوان واسن بالا پشت بون دارن تو شهر کرد نمیدونم کجاست، کوکتل مولوتوف انداختن تو یه ساختمونی، میگن اینجا ساختمون حوزه لجن مال این آخونداست توی شهر کرد، ساختمون آتیش زدن اینا. من حقیقت دروغ چرا بگم؟ من اهل این بازی ها نیستم، من اهل این بازی ها نیستم. من همیشه گفتم بازم میگم مبارزه باید مردونه باشه، مبارزه باید مردونه باشه. وقتی که روبروی من دشمن ایستاده، من باید جواب دشمنو مثل دشمن بدم. چجوری باید بدم؟ فعلا دستم خالیه، کاری که میتونم بکنم کوکتل مولوتوف پرت کنم به طرفتون، چون جلوم واسه داری میزنی. اون ساختمون من چرا تو اون ساختمون کی هست و چی اصلا جریان چیه؟ بنابراین حمله میکنید به پایگاه بسیج، آفرین که حمله کردید، دیدید نشونم دادم کامپیوتراشون ریختیم بیرون، آفرین. من ساختمون نمیشناسم، نمیدونم چی به چیه، ثابت بکنید که مال حوزه لجن ایناست، من براتون نشون میدم پخش کنم. من اصلا اومدم که کارهای شما رو پخش کنم. بنابراین ملت هیچ راهی براتون نمونده، راحتتون کنم، دست خالی از خونه هاتون بیرون نیایید، کوکتل مولوتوف درست کنید، قشنگ بزنید تو این جعبه ها، انگار که نظری میدن سر کوچه ها حاضر آماده، یه دتون هم مأمور بشین، یکی یکی بدین دست بچه ها، آتیش پرت کنید، آتیش پرت کنید، لاستیک آتیش بزنید، فضای جنگی، فضای انقلابی به وجود بیارید. بذار من بهتون یادتون بدم راحت بدم. من دیدم اینا رو، شماها انقلاب ندیدید من دیدم، شماها شورش و بلوا ندیدید من دیدم. جوونا گوش کنید، حواستون هم بدید به من الان، با من یه گوشتون به من نباشه، یه گوشتون به شاهین و مهین باشه، دارید با هم چت میکنید، حواستون رو بدید به من. هر جا هستین تو اینستاگرام، تو فیسبوک، تلگرام، چه بدونم پالتاک، هر جا هستید حواستون رو بدید به من. وقتی که یه جایی یه لاستیک آتیش میگیره، این دود میکنه، مخصوصا لاستیک، این دود میکنه، شما این دود رو تا 50 متر، 100 متر، 500 متر، 2 کیلومتر میبینی، این فضای جنگی به وجود میاره، فضای انقلابی وجود میاره، التهاب میکنه جامعه رو، التهاب میکنه اون منطقه رو، ملتهب میشن همه. برای همینه بهتون میگم لاستیک آتیش بزنی. خب سنگم تا میتونی دم دستتون داشته باشی،
همچی سعیم نکنید سنگ انتخاب کنید مثلا هر کمیش 10 کیلو باشه که نتونید پر کنید، نه سنگای کوچولو، نه ریز ریک، نه سنگای کوچولو که جیباتون رو پر کنید، لباس مشکی بپوشین، کفش سبک بپوشین، از این کفشای کتونی که مثل آهو بتونید درید. همیشه هم تو فکر این باشین، به فکر فرار باشین، فردین بازی در نیارید، برین جلو سینوس را کن بزن بزن، اون میزنه، اونا ارتشش ها نیستن میزنن، از این فردین بازی ها در نیارید، شناساییشون بکنین، میتونید شماره تلفن هاشون رو به دست بیارید، شماره تلفن خونه هاشون رو به دست بیارید، آدرسشون رو به دست بیارید، تک به تک نیروهاشون رو شناسایی کنید. ملت ایران، بذارید من رسما و علنا امروز یه مطلبی رو بهتون بگم. امروز چهارشنبه است، چهارشنبه 18 ماه می 2022، 28 اردیبهشت 2581 شاهنشاهی، رسما من به عنوان یک سرباز، من نه فرماندم، نه فراخوان، نه رهبر، نه پادشاه، نه نخست وزیر، نه قهرمان خوشبختی، نه دبیر کل، نه زیر کل، نه بغل کل، من هیچی نیستم، فقط یه چیزی هستم، من یک سربازم، مبارزم نیستم، من فقط سخنگوی شما، من حرف دل، مبارزه تو تهرونه، مبارزه تو اهوازه، مبارزه تو شیرازه، مبارزه تو کازرونه، من مبارز نیستم، دارم بهتون میگم، من فقط زبون شما ها، رسما به عنوان یک ایرانی آواره شده، به عنوان یک سرباز راه رهایی ایران شاهنشاهی، به عنوان یک سرباز پهلویسم اعلام جنگ میکنم. راحت بهتون بگم بین ما میهن پرستان و فرقه تبهکاران، بین ما ایرانیان شرافتمند، ما ایرانیان آزادی خواه، ما مشروط خواهان واقعی، ما فرزندان، ما نواهای ستارخان و باقرخان و یعقوب و آریوبرزن و بابک و مازیار و ابو مسلم و رئیس علی دلواری و تمام اون بزرگان و تمام بزرگان، بی بی بختیاری و یپریم خان ارمنی و اسعد بختیاری و همه کسانی که رضا شاه بزرگ و آریامهر بزرگ و امیر بزرگ، همه انسانهایی که اسمشون مون، نادر بزرگ، لطفعلی بزرگ، شاه عباس بزرگ، کریم خان بزرگ، تمام بزرگان، رستم فرخزاد بزرگ، تیمسار رحیمی بزرگ، اویسی بزرگ، نصیری بزرگ، ناجی بزرگ، نشاد بزرگ، ربیعی بزرگ، چی میگم ربیع این چی بودین، جهانبانی بزرگ، من با این ربیعی مشکل دارم، تیمسار ربیعی، به هر حال همه اون بزرگان دارم بهتون میگم، ما سر جنگ داریم، از امروز ما رسما سر جنگ داریم با جمهوری اشغالگر اسلامی، رسما از امروز جنگ ما آغاز شده، ما اعلام جنگ میدیم به جمهوری اشغالگر اسلامی. هر غلطی هم دلتون میخواد بکنه، آقا دیدی سلطنت طلبان میخوان باعث بشون که هر کس این کارها رو بکند ایران تجزیه میشه، تا چشمتون کور بشه، ملت به این چرت و پرتا گوش نکنید، به پرت و پلای یه مش اراذل اوباش تو این رادیو تویله ها گوش نکنید. 4 سال من نشستم دارم خون جگر میخورم، 4 سال دارم بهتون میگم مردم نزنید، مردم نیروهای انتظامی برگردید به سوی ملت، 10 بار فرمایشات اولیعظم شعبانو فرار و علوی را پخش کردم، به خدا بیش از 10 بار، 10 بار فرمایشات اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم بلوی سوم پخش کردم، 100 بار اینجا خودم بهتون التماس کردم، نیروهای انتظامی برگردید به سوی ملت، ارتش برگرد به سوی ملت، پاسدارا مردم رو نزنین، شما از مایین، بسیجیا احمق نشین واسه خاطر یه حلب روغن و 4 کیلو برنج، برگرد به سوی ملت، به اسم لباس شخصی لاش خورا بی پدر و مادر، کلتو بستی کتو گذاشته رو کتت که نبینی، آدم کشی داری میکنی دیگه، بی شرفا نزنید، مردم 100 دفعه به شماها فرصت دادن، گفتن جنبش سبز رای گیری اومدن شرکت کردن، گفتن از درون فرقه تبهکاران بتونیم یه حکومت دیگه‌ای بکشیم بیرون، یه ذره ملایم‌تر باشه، اصلاحات بکنیم، بود، واقعا هم بود، مردم این کارو کردن، من خودم جزو کسایی بودم به مردم میگفتم نکنید، بعد تو خارج از کشور میگفتن آقا دروغ، رعیا دروغ، نه دروغ نبود، چرا میخوایم ماسمالی کنیم، زنده یاد نادر نادرپور گفت خدا رحمتش کنه، نه آقا جون اینجوری هم هی نگید دروغ، دروغ دروغ نبود، مردم رفتن گول خوردن نخوردن، دنبال اصلاحات بودن نبودن، مردم رأی دادن، مردم دنبال جریان خاتمی بودند، بودند، تصور مردم این بود، جنگ مردم بریده بودن، خسته بودن، چقدر کشته بدن، چقدر زندانی بدن،
چقدر کشته، چقدر باید از ملت کشته بشه. مردم خسته شده بودن، بنابراین مردم اومدن رأی دادن، رأی دادن به خاتمی، رأی دادن به جریان اصلاحات. 8 سال صبر کردن. بچهای مردم از تو خوابگاه دانشجوها تو خیابون امیرآباد گفتن یا زهرا اینو ما به تو تقدیم میکنیم. انگار بچهای مردم گوسفند قربونی بودن. چش بچهای مردم رو کور کردید، از بالای چیز خوابگاه دانشجو انداختنشون پایین، خوابگاهشون رو شب شبونه. ما همه اینا رو تو رادیو تلویزیون ها گفتم، صداهاشو دارم، همه عکس ها مدارکش هست، عکس های مدارک اون زمان هست. خوابگاه رو شبونه آتیش زدید، از دل 4 تا تله لش فرستادید خارج از کشور به عنوان دانشجوی فراری که یکیش بشه شرم‌آور که گوساله نفهم بی سواد دوزاری بیاد بگه که من در پارلمان انگلیس میخوام برم صحبت بکنم. نمیدونم صحبت کردم، مردی که خیال میکنه چون خوش بیشوره. یکی از بچه‌ها گفت انگلیسی حرف میزد، من بریدو دارم خنده، عین کلاس ششم ابتدایی. همین 4 تا آیم تیبل یور چیبل و گویمون سترینگ و 4 تا چرت و پرت یاد گرفته و فلان اینا. بعد میگه در پارلمان صاحب کدوم پارلمان، چه چرت و پرتی، ملت گول نخورید. اینجا تو آلمان همین الان من بخوام برم تو مجلس آلمان صحبت بکنم، اینا اتاق داره، یه دلایل رو باید رو بکنم و یه جریاناتی داره، یه کارای اداری داره، اون کارا رو من انجام بدم، یه 2-3 ماه 4 ماه 5 ماه قیمه بده، سبزی بده، خلال بده، کباب بده، تو ماچ بکن، من ماچ بکن، به شرطی که راجب شاه نگم، راجب پهلوی نگم، راجب کوکتل مولوتوف نگم، راجب چیزا اینا نوشته گشتن جلو. 10 دقیقه یه رو بیا برو اونجا بشین صحبت بکن، یه دم میام مثلا دست میزنن، یه دم باهات گفتگو میکنن، تموم شده رفت. یه گول نکن که من رفتم تو کاخ سفید. خب این من تو کاخ سفید همه چرت و پرت. به هر حال از دلشم یه مش تنلش فرستادن خارج از کشور، یه مدت اینا ملت رو سرکار گذاشتن و من کتاب نوشتم و من نویسنده و من که بی سواد نفهم دوزاری چرتوی حشیشی توهمی احمق. بگذاریم، مردم به همه ساز شماها رقصیدن. جریان اصلاحات بود، اومدن رأی دادن، بعد از اون دوباره اومدن رأی دادن، مدام مردم گفتن اصلاح باید گردد، فلان باید گردد، حق ما رو بدین، فلان بدین، هی زدین تو دهن مردم. محمود مشنگ آوردید زدید ملت رو درب و داغون کردین، جوانای مردم رو دسته دسته کردین تو زندان ها. بعد رفتین بازی پدر سوخته بازی در آوردین، یارو هفت خط بیناموس بی پدر و مادر بی شرف فراماسونر انگلیسی رو آوردین، چی اسم مرکه آخونده، چی اسمه حسن هفت خط روحانی، اینو رفتین برداشتین آوردینش که باز یه سری حلبی سازی پدر سوخته بازی در آوردین. مردم تموم شد، از 4 سال پیش بهتون گفتم تموم شد، قشنگ دارن میان جلو، مردم قشنگ دارن میان جلو. از 4 سال پیش که رفتن وایسادن جلوی آرامگاه کوروش بزرگ اعلام کردن ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم پدر سوخته ها. این عرب نمیپرستیم نه که ما جنگ و دعوا با عربا داریم، این یه داستان دیگه ایه. یعنی شما تخم و ترکه اون طرف دجله و فراتین، تخم و ترکه اون ورید، مال اون ور مرزاییم، شما امان نیستید. خمینی، خامنه‌ای، رفسنجانی، همین اراذل اوباش، هر کسی این عمامه کثافت سبز و سفید و بنفش و قرمز و آبی رو گشت رو سرتون، من سیدم، من سگ اولاغ پیغمبرم، اینا همه تون پدر سوخته، مال اون طرفید. ما با شما سر جنگ و دعوا داریم، ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم. و بعد شاهزاده تولدت مبارک، یعنی تکلیف رو روشن کردن که ما تو رو نمیپرستیم، چیز داریم، یه پدر داریم، یه پشتوانه داریم. این دفعه ما فهمیدیم چه خاکی به سرمون شد. و بعد شعارا اومد، چه اشتباه کردیم که انقلاب کردیم، یعنی ملت بیلاخ بهتون نشون داد که تموم شد. آقا ما فهمیدیم چه غلطی کردیم، ملت داره میگه، جزء شعارهای اصلی اینه، شعارهای محوری اینه، چه اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. بعد که چه اشتباه کردیم که انقلاب کردیم، اومدن گفتن رضا شاه روحت شد. همه هم میدونن چرا مردم 100 دفعه میگن رضا شاه روحت شد، 1 دفعه میگن شاهنشاه روحت شد، چون مردم رضا شاهی رو میخوان. بدون تعارف بهتون بگم، مردم میدونن رضا شاه یعنی چی. این رضا شاه روحت شد داستان داره، این رضا شاه روحت شد یعنی گوهر اون مسجد گوهرشاد مشهد، این یعنی چک و لگه تو دک و پوز آخون، این یعنی اون چکمه ای که اینا میگن، این مصدقی های ایران بعد باده میگن چکمه استبداد. آره ما همون استبداد رو میخوایم. همین الان چکمه رضا شاه رو بردارید بیارید بزنید تو میدان 24 اسفند، از خود میدان 24 اسفند تا بندر عباس همه صف میکشه من چکمشو بلیسن. آره ملت اون استبداد رو میخواد تا چشمتون هم کور بشه، تا دندتون نر. ملت تکلیف رو روشن کرد، چه اشتباه کردیم که انقلاب کردیم، رضا شاه روحت شاد. و بعد چون من با بیم رضا شاه روحت شد، رضا شاهی در کار نیست،
اومدن چسبیدن ملت به نوش. رضا رضا پهلوی، این از شعار ملی. تنها ره رهایی بازگشت پادشاهی است. هیچ جنگ مسلحانه هم نبود، هیچ شعارا تون نبود، هیچ شعارا اهل بزن بزن نبود. حمله کردید بهشون، مردم گرفتنتون، ریختن بزننتون، جوونا اومدن گرفتن، گفتن نکنید، نزنید، نزنید، ولش کنید. یارو نیرو انتظامی گفت ببخشید به خدا غلط کردم، اینا زدن غرق خونش کردن، باز مردم گفتن نکنید نکشنش، یه لیوان آبم بهش دادن، گفت رهاش کردن رفت. حمله کردید، با چاقو زدید، با قمه زدید، موتور سواراتون اومدن زدن لت و پار کردن جوانای مردمو، دسته دسته بچهای مردم بردین تو زندانا، سهیلا حجابا رو بردید، اون بلا رو سر نوید افکاری آوردید، اون بلا رو سر ندا رو وسط خیابون تو روز روشن جلو چشم دوربینا به اون شکل وحشیانه که هنوز بشریت داره میلرزه از اون قتل. والا به خدا به تمام مقدسات عالم سوگن، هیتلر یه چنین جنایتی وسط خیابونای برلین نکرد، 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 واقعا نکرد. باز مردی که هر کی رو میکش میبرد تو زندانا سلاخی میکرد. در زمان جنگ جهانی دوم هیتلر به قوانین زندانیای که میگیره به اصطلاح اسیر جنگیونه، به قوانین اسرای جنگی احترام میذاشت. بیشتر با شما رو هیتلر هم سفیر کردیم، به صغیر و کبیر رحم نکردیم. هر جوری مردم اومدن به شماها بفهمونن آقا ما به چه زبانی به شما بگیم، آقا ما شماها رو نمیخوایم. مثل اینکه من بیام اینجا بعد تمام شما شنوندهایی که تا همین دیروز اینجا 50 دلار 100 دلار 500 دلار پول میدادین، همه شما مجموعا بین زنگ بزنید به ایران آریایی، همتون بدون استثناء، از 5 دلار سعید تا 500 دلار تا هر همه شماها که دارید لطف محبت میکنید، زنگ بزنید به مدیر تلویزیون بگید آقا ما اینو نمیخوایم. من با کمال پوری بیام اینجا بشم میگم نه آقا همه منو میخوام. بابا دیگه نمیخوام، به چه زبونی بهت بگین؟ مثل لگن فروش دوز، مثل این پدر مادر بی‌ناموس. بابا بی پدر و مادر، ما شماها رو نمیخوایم، نمیخوایم، بدتون، بدمون میاد از همتون، ما از تمام رسانه‌های فارسی زبان بدمون میاد، همتون مزدورید، همتون خائنید، همتون بی‌ناموسید، همتون فلون فلون شدید. آقا دیگه به چه زبونی بگیم؟ جرأت دارین تلفناتونو وا بزنین تا ببینین ملت حرفای منو بهتون میزنن یا نه؟ تازه من خیلی سانسور شده و اوتو شده دارم بهتون میگم. دیدید که دیگه جرأت نمیکنید بیاین تو دنیای مجازی؟ دیدین که چجوری چپ و راستتون میکنن؟ دیدین که چجوری رسوای عام و خاص شدین؟ برها مردم به هر زبانی بود به شماها خرفهم کردن. 4 ساله دارن میگن رضا شاه روحت شاد، شاهنشاه روحت شاد، رضا رضا پهلوی، این از شعار ملی. چه اشتباه کردیم که انقلاب کردیم؟ تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی. مسئولین محترم خجالت خجالت، نیروی انتظامی حمایت حمایت، پاسدار فلون فلون شده بی‌ناموس حمایت حمایت، علی شیرعی دزدی هم آزاده، ای رهبر آزاده، نمیدونم اونجا چرا وازه و فلان و بیسار. اینو دارن میگن یه ملت، دارن میگن ما اهل کوفه نیستیم، ننه علی شیرعی تنها بماند و بقیه ماجرا. خب آدم نمیشه دیگه. خیر پس شما زبان آدم سرتون نمیشه. خیلی خب بچه‌ها دیدی زبان آدم سرشون نشو؟ دیدید منم با شما همکاری کردم؟ دیدید منم به شما گفتم نزنید نکشید، شعاراتون چیز باشه، ملایم باشه؟ ما آدم کش نیستیم، ما نمیخوایم انقلاب خونین را بندازیم. کشاورزا را زدید اون شبونه، حمله کردید به خیمه هاشون، به چادرهاشون، بعد بی‌ناموسای بی پدر و مادر، بعد میگین یزید و شمر و معاویه و نمیدونم عمر و عثمان و اینا اومدن خیمه ها رو آتش زدن. دروغگو، لعنت به پدر و مادرش، به شرافت بشری. هر چی شیعه ها میگن دروغ میگن. من قسم میخورم که اینا سر یزید رو بریدن، اینا سر شمر رو بریدن. به شرفم سوگم، ما یه عمر ما شیعه ها احمقا داریم به شمر و یزید و معاویه و به اینا داریم فوش خار مادر میدیم، در حالی که موضوع برعکسه. اونا آدم حسابی تر از اینا بودن. اون هند جگرخوار دروغ میگن، اینا رفتن جگر یارو رو خوردن. اینا اصلا جگرخوارن، گوشتخوارن، پدر سوخته ها، همشون آدم خوارن. این جنایتکار بی‌ناموس و بی پدر و مادر. شما قیافه علم الهدا رو نگاه کن، قیافه یارو مال قوه قضاییشو نگاه کن، این قیافه است اینا دارن. تو روز روشن کسی اینا رو ببینه سکته رو میزنه. اون لاجوردی تو زندان اوین اون آدم بود واقعا؟ گیلانی آدم بود، لاجوردی آدم بود، خلخالی آدم بود، اون یکی ری شهری آدم بود، خود خمینی رو یادتون میاد؟ مردی که تمام هیکلش فقط جنایت و لجن بود، بی پدر و مادر گور به گور شده. علی شیرعی رو نگاه کنید، با پول ملت ایران اینجا اتو کشیده شده. مردی که این شیرعی تا دیروز تو زباله‌دونی بود با همین علی ساربون تو لندن،
عرق میخورد 20 تومن 20 تومن میگرفت تار میزد آهنگ میخون مردی که الاغ حیف الاغ. خب شماها پس حرف حساب سرتون نمیشه، ای والله. حالا که زوره یا حسین، حالا که زوره یا حسین، این حرف خودتونه. ما هم شیعه ایم دیگه، من نیستیم، ما شیعه ایم دیگه، بچه هستیم. حالا که زوره یا حسین، ملت دستتونه بگین رو زانوتون، حالا بگو یا رستم، با کوکتل مولوتوف، با چاقو، با قمه بیاین تو خیابونا. اینا ولتون نمیکنن، ملت دیگه بر نگردین تو خونه ها. آی چرا تهران بلند نمیشه، چرا تبریز بلند نمیشه، بی غیرتن. میخواید اینو بشنم بی بزنم بتونیم، چرا مشهد بلند نمیشه، بی غیرتن. چرا سنندج بلند نمیشه، چرا مناطق کرد خفقون گرفتن، بی غیرتن، بی غیرتن. خیلی را هر کس که نشسته تو خونه هاش بی غیرته. منم بی غیرتم که تو آلمان نشستم، و اگه ما خارج از کشوری غیرت داشتیم، منم باید مرده و زنده سفارتشون تو هامبورگ جلو چششون می آوردیم. بنو دارو بهتون بگم ما بی غیرتیم. پس رو ما حساب نکنید. شماهایی که اومدین، به خصوص شما بچهای ایل بختیاری، شما بچهای خوزستان، شما بچهای عشایر که کرموشام یه تکونی خورد، بنو دارو خفه شد. خب بریزید ملت، امونشون ندید، امون بهشون ندید. اینا به شماها رحم نکردن. به کسی که بهتون رحم نمیکنه رحم نکنید، به کسی که بهتون رحم نمیکنه رحم نکنید. ما تو فوتبال وقتی میدیدیم یه بازیکنی، من بک بودم، بعد وقتی میدیدم یه فورواردی خیلی خشنه، یعنی همون دقایق اول به من نشون میداد که مثلا خیال نکنید تو بک میتونی من بزنی، من از اون فورواردهای خشنم، میزد بدطوری میزد، این درد تمام بدنت میگرفت. خب من با همچین فورواردی باید چه کار میکردم؟ یعنی هم کتکم میزد هم توپ رد میگه گل میزد، بعد چه کار میکردم؟ باید بهش میفهموندم که نه من از تو خشنترم، چنان میزدمش که مچ پاش لغ بشه، چاره ای نداشتم. چون اون با من وارد دعوا شده، من که با اون دعوا نداشتم، ما دعوامون سر توپ بود، این دعواش سر ساق پا بود، منم میزدم ساق پاشو خورد میکردم، چنان با استوک کفش میزدم تو ساق پاش که قلمبندش میشکست. خب الان دعوا اینه بچه ها، جنگه. اینا دارن میکشنتون، اینا میدونن که شما دستتون بخوره به رادیو تلویزیون، که خاک بر سر این بیغیرتای تو تهران که الان بهترین فرصته برن رادیو تلویزیون رو بگیرن و سرود و پخش کنن و تموم کنن ماجرا رو در این شرایط. اینا میدونن شما اون 22 بهمنی رو که اینا برای ما پیاده کردن شما براشون پیاده کنید، اینا میفهمن چه سرنوشتی در انتظارشونه. علی شیره‌ای میدونه، تمام آخوندا میدونن، همینا که میان رو منبر میگن آقا مردم حقشونه، در دوران مولای متفقین اینطوری نبوده، دروغ میگن بینا موسا. اونا خودشون از طرف وزارت اطلاعات میگن برین چرت پرتا رو بگین که مردم میگن ببین هنوز بابا خدا آخوندا اینطوری هم نیستن، همشون جنایتکارن، همشون دزدن، آخوند خوب آخوند مرده است، راحتتون کنن. پاسدار، بسیجی، لباس شخصی، نیرو انتظامی، ارتشی اومد طرف ما، ای والله نیومد، همشون بیناموسن، همشون آدمکشن، همشون مزدورن، خره هیچی نشید. به همین صراحت که بهتون میگم، اینقدرم نشین پای چرت و پرت اینو اون نمیدونم پنیرانیست چه گفتن، این چقدر زیبا صحبت کرد، این چقدر قشنگ، همش چرت و پرت، همش داستانه، همشون نشستن دارن ملا لغتی باهاتون بازی میکنن. مبارزه اینیه که من بهتون میگم، زبان مبارزه اینه، به حرفای من خواهید رسید. دیدید خیلی از حرفام رسیدید، به بقیه‌اش هم میرسید. دیدید به جاوید شاه رسیدید، دیدید به خیلی چیزا رسیدید، به بقیه‌اش هم میرسید. شکی نکنید، من تمام زندگیمو برای آزادی ایران گذاشتم، بدون راحت بتون تمام صبح تا شب از 22 بهمن تا الان تمام ذهن من از اون نوجوانی این بود که ای خدا یه شب یه کودتایی بشه، یه شب من همش تو این فکرم که یه شب اینا رو سر جل دار ببینم آخوندا رو. حالا تو حسابش کن 43 سال من با این حال روحی دارم زندگی میکنم، تو تمام داستاناشون هم بودم، جریان اکبر دزده، جریان خاتمی، جریان نمیدونم اون یکی همین گاریچی، محمود مشنگ، همه اینا، همه تمام داستانشون. اون یارو گربه نره یه مدت اونا علم کرده بودن، خیلی هاتون گول خورد، یعنی کار ندارم تمامش کنیم، بخاطر بچه ها منتظر نقاشی هاشون. کل کلام بهتون بگم ملت، جواب های هویه، هر کس با کشیده زده، ولی ما مبارزمون مردونه است، این یادتون نره، ما ناجوان مردانه مبارزه نمی کنیم، این تو مرام یه مشروطه خان نیست، ما ناجوان مردانه مبارزه نمی کنیم، ما از پشت نمی زنیم، با چک زدنت با چک بزن، سیلی زد سیلی بزن، مش زد مش بزن، با کله اومد با کله برد تو صورتش، قمه کشید قمه بکش، اسلحه کشید اسلحه بکش، ولی مردونه باشون مبارزه کنید. ما مثل اینا نیستیم بالا پشت و مثل خاله زنکا بریم بزنیم، نه ما از روبرو میزنیمتون، بدطوری هم میزنیمتون، کمر به بالا میزنیمتون،
هیچ راهی بچه ها نمونده، هیچ راهی نمونده. میخواین راه خودتون رو برین؟ ای والله بفرمایید، این کوی این میدان، هر جوری خودتون دوست دارید برید جلو. در ضمن از من خواسته بودن یه بار دیگه صدای این عزیز رو پخش بکنم که خیلی هم قشنگ صحبت کرده بود اینا، چشه بار دیگه هم صداشو پخش میکنم. البته خواستم از جناب وطنخواهم خواهش کنم هر چنگای صدای این نوجوان عزیز رو پخش بکنه که حالا امشب یه بار دیگه پخش خواهیم کرد. جناب مهندس دوتا نقاشی رو لطف کنید، یک و دو رو، و بعدش هم شماره سه پیام اون نوجوان رو پخش میکنید تا ما هم یه استراحت بکنیم. دستتون درد نکن جناب مهندس.
ایرانیانی که به تلویزیون ایران آریایی کمک میکنن. بعد از این گفته هم یه کاری میخوام انجام میدم که انجام بدم که افتخارش باشه برای شما که باعث شدین نسل من دهه 90 مهمپرستی رو یاد بگیره. پدر الی یهودی آریایی، سارا و کوروش، نوه بزرگوار سرباز دور از وطن، جانسار پهلوی، کهنه سرباز، پهلوی دوست، سرباز اعلی حضرت رضا شاه دوم و دیگر میهن‌پرستان، از همه تون سپاسگزارم. من آریا هستم، فرزند شما میهن‌پرستان از ایران. بله، سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی و آفرین به بچه ها. باریکالله با این نقاش های قشنگتون. آفرین، همینطور نقاشی بکشید. جاویدشاه یادتونه، اسم کوچک و شهر و سنتون همین، و جاویدشاه هم یادتون نره که یادتون نخواهد رفت دیگه. باریکالله. بریم بچه ها، لطف محبت کردن همینان عزیزمون. بانو زهره برای بچه های مبارز داخل کشور $50 سپاس از شما سرکار بانو زهره از آلمان، خیلی ازت ممنونم، لطف و محبت کردی. بر بانو پروین بیگلری عزیزم لطف کردن $50 با جاویدشاه، سپاس از شما. سرباز دور از وطن $50 با جاویدشاه، پاینده ایران، دستش درد نکنه. آقای هوشنگ هم از اورنج کانتی لطف کردن با جاویدشاه $50، دست درد نکنه. آقا هوشنگ گل از اورنج کانتی. فرشید عزیز ما هم از آلمان €5، دست درد نکنه فرشید جان. بانو گیتی $20 با درود به خاندان ایرانساز پهلوی، سپاس از شما، زنده و جاوید با سلطنت پهلوی، دست درد نکنه بانو گیتی عزیز. سرباز علازه سیروس، رضا شاه دوم، پهلوی سوم، $88 درود به سرباز عزیز، دست درد نکنه. و جاوید آریایی هم از ایران $25، دست درد نکنه جاوید جان، خیلی ازت ممنونم. زو حالا بریم ببینیم که چه خبره. جناب مهندس لطف ما باید بفرمایید چهار رو پخش کنه. جناب مهندس چهار رو پخش کنید، نگاه کنید ملت ایران، بعد باید با اینا با زبون آدم حرف بزنید. یه مش دوز برنج دوز و روغن دوز، شیکما رو نگاه کنید، گردن رو نگاه کن. مارکت دیروز سوار الاغ هم نمیشد، حالا این ماشین آورده داره فرمان. نگاه کنید، خودتون نگاه کنید. آره واقعا قطعی روغن، یه صندوق آقا و صندلی آقا پر روغن کردم دارم میگم. هر روز آرارا صندلی بوده داره میبینیم، داره میبینیم. خانم آقایون دیدین، سپاس از شما جناب مهندس. دیدید خانم آقایون به چش دیدید دیگه، به چش خود ایران بود دیگه. روغنی که میگن گیر نمیاد، دیدی چجوری هیکلا رو دیدی؟ این بی پدر و مادر ها رو اگر یه دونه کالی پنجا بذاری، کالی پنجا چیه؟ اینا رو با آر بی جی اف بزنی، گوله آر بی جی اف کج میشه، خدا گواهه. گوله هم از این بیناموسا عبور نمیکنه، یه مش مفخور کار نکرده تو تمام زندگی لجن عمر کثیفش، فقط بحث شیرین لبات بوده و خانوم بازی بوده و کثافت کاری بوده و مرغ و پلو و مرغ و خروس و فقط لومونده و کثافت های گوشخار کثیف عین مکعب هم میمونن. یعنی سرش قطع بکنی، اون مچ پاهاش قطع کنی، یه خیابون قشنگ آسفالت میکنی، عین قلتون میمونه. مفخورا، یه مش مفخور برای ما شدن وزیر و وکیل. 43 ساله
امریکایی‌ها و جهانیان اینا رو فرستن تو مملکت ما، میگن برید بزنید بخورید بکشید، بعد میگه حمایت میکنیم از تظاهرات مردم ایران. دروغگو لعنت به پدر و مادرش، دروغگو لعنت به جد و آبادش. شما حمایت میکنی، آره، ملت ایران 43 سال دادید به دست یه آدم کش، بعد شما از ما حمایت میکنی. اون وقت اوکراین بلافاصله تمام سیاستمداراتون رفتن اوکراین، راه‌ها رو باز گذاشتن، اوکراینی‌ها خودمونن، مسیحیان، بلوندن، نسل خودمونن، بزنین بیان تو، بزنین بیان تو، بهترین امکانات. ما وارد اینجا شدیم یه انگار چیز بودیم، انگار جزامی بودیم، یه پتو بهم دادن گفت برو همونجا بگی بخواب. مال اموال ما رو خوردن، خیلی حرفه، مال اموالمون رو خوردن، شاهمون رو بردن، این برادر سرمون رو بردن، تازه میزن تو سرم میگن جهان سومی انا. البته نه که اینا مقصر باشن، مقصر منم، من بی شعورم، من بی شعورم. به قول قدیمی ها، آقا من پارو واگو داشتم که فوروارد داره لایی میندازه، من باید حواسم باشه لایی نخورم. لایی خوردیم دیگه، بعد جوری خوردیم تا اومدیم برگردیم یه لایی دیگه هم بهمون زدن. دیدید بله؟ آها جناب مهندس 4 و 5 لوتو اومد عذر میخوام 5 و 6 لوتو اومد بفرمایید. بعد حالا این ملت باید بیا تو خیابون حقشو از این بیناموس اینجوری بگیره بزن لتو پارش کنه. راهی باقی نمونده. وای به روزی که مسلح شویم. اینو خواهید گفت. به زودی. هر چی زودتر هم بگین راحت‌تر میشید. وضعیت امروز 27 اردیبهشت کاسرون. ماشینای نیرو انتظامی با آتش کشیدن بچهای غیور کاسرون. شکل‌گیری حلقه اولیه اعتراضات میدان ونک 26/2/401. سپاس از شما جناب مهندس سیاسی گرامی. یه سری هم اومدن برای من آقای احمدی این فیلم کازرون دروغه. من راست و دروغش نمیدونم. دروغ باور نکن، یعنی دروغه نه که دروغ باشه، میگن قدیمیه، قدیمیه اینا، من نمیدونم. حالا شما هم این وسط چرا فقط یه عدتون با آیدی چادری میاین و روی این چیزا زوم میکنی؟ حالا تو چرا ناراحت میشی؟ حالا قدیمی بوده، بالاخره بوده یا نبوده دیگه. اینجا کازرون هامبورگ نبوده که. اون سرد آشقاله که تو خیابون ونک بچه ها دارن هول میدن، سرد آشقاله رو تو تهرون دارن آتیش میزنن، برلین نبوده که. همش نشستن دنبال این چرت پرتان تو این دنیای مجازی. خدا لعنت بکنه بنیانگذار این اینترنتو. همت چپیدن داره چرت پرت فقط میگن، به جای که استفاده صحیح ازش بکنه. خدا کنه این اینترنت قطع بشه که تکلیف شما تو ایران روشن بشه. آقای احمدی اینترنت قطع میشه، اینترنت قطع نمیشه که شما بترسید که خبر برنامه نفرستید اون بخشتون. قطع میشه بخاطر اینکه ناراحت غمگین میشین دیگه نمیتونید چت کنید. عادت کردین به این چرت پرت. مگه سال 57 ما اینترنت داشتیم؟ مردی که با 4 تا نوار کاست اومد مملکت آتیش زد. عروس خانم نمیتونه برقصه، میگه اتاق کجه، یا میگه پام کجه، یا میگه نمیدونم قرم قنبیر شده. بابا بگو رقص بلد نیست، خیال راحت کن دیگه. جناب مهندس فرمایش شده علازت هم لطف موعد بفرمید. شماره 7 پیام علازت، پیام تسلیت پادشاه مملکت. پیام ویژه‌ای دارم به همیهنانم در چهارمحال بختیاری، لرستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد
و همچنین شهرهای دیگر و شهرستانهای دیگر مملکت. در این روزهایی که گذشته همه شاهد تلاش‌ها و فداکاری‌های همیهنانمون بودیم و هستیم. بدونید که تنها نیستید، بدونید که من و خیلی های دیگر با شما هستیم و صدای شما همچنان هستیم و خواهیم بود در سرتاسر جهان تا بدانند که خواست عمومی مردم ایران اکنون چی هست و در این لحظات حساس از همه چیز مهمتر یک صدایی و اتحاد ماست تا روزی که بالاخره پیروز بشیم و آینده بهتری رو با هم بسازیم. همدردی خودم رو با تمام خانواده هایی که عزیزان خودشون رو از دست دادن از صمیم قلب تسلیت میدم و با شما همدرد هستم. سپاس از شما جناب مهندس یاش گرامی. ساده بدونه که بیا علازت فین بازی بکنه و قیافه اینطوری بکنه و کراوات مشکی بزنه و مثلا بازوبند مشکی بزنه، از تای دلش داره میگه، واقعا از تای دلش که خدا شاهده، نه اهل روزخونی یا از تای دلش، از تمام وجود غم تمام صورت این مرد گرفته بود، واقعا غم تمام وجودش گرفته بود. به خدا که من با جنبه طرفداری بگم، من کیم بخوام طرفداری بکنم نکنم، ولی مثلا من بگم مثلا ایشون رو 100,000 نفر به طرفداری اضافه میشه یا کم میشه، از تای دلش اومد به ملتش. میدونی چه خون جگری داره میخوره؟ منی که اینطوری دارم جلسه بلز میکنم، ببین وضع روحی شاه کجاست؟ من سرباز دم در جبهه اینم، ببین فرمانده اون بالا داره چه چیزایی میشنوه و چه خبره. چیکار کنه دیگه؟ چیکار کنه؟ نفت بریزه سر خوش آتیش بزنه؟ به چه زبونی این مرد بگه؟ بابا به چه زبانی به ما بفهمونه؟ ولی به زور هیچ کاری نمیشه کرد. هیچ کاری با زور جلو نمیره. شما میتونید با زور، با ارعاب، با وحشت تا یه مدتی یه ملت رو کنترلش بکنید. بالاخره این میوه باید خودش برسه بیفته. این میوه داره میرسه، یه ذره دیگه آفتاب بخوره این سیبه خودش میرسه تلق از اون بالای درخت میفته پایین. اونجاست که وقتی داره میفته پایین، این اونجاست که من دارم میگم وای به روزی که مسلح شویم. وقتی که افتاد زمین بعد میگن میکشیم آن که برادرم کش. چرا؟ چون ما وایستادیم این سیبه برسه، ما ایستادیم که میوه برسه. میوه داره میرسه. به خود خدا قسم بازم میگم، اگر تمام دنیا پول بیان گونی گونی بریزن تو اون مملکت، اگر تمام رودخونه ها رو پر آب کنی، اگر تمام مملکت رو گل و بلبل کنی، اگر همه زندونیا رو آزاد کنید، اگر بگید همه ایرانیای خارج از کشور ما غلط کردیم، به گور پدرم همتون برگردید نوکرتونی، اگر همین الان بانو جمیله بره و تو مولن رو شروع کنه رقصیدن، همیرا بیاد بره بانو همیرا بیاد بره بخونه، اگر همه چی رو در عرض 24 ساعت برگردونه به سال 57، بازم بهتون میگیم وای به روزی که مسلح شوید. چون جوونامون رو کشتید، 3-4 میلیون ایرانی رو کشتید بی‌ناموسا، نسلتون رو برمی‌دارید، راحت بهتون بگم نسلتون رو برمیداریم، دیگه گولتون رو نمیخوریم. 1400 ساله برامون خالی بستید، 1400 ساله دارید دروغ میگید، 1400 ساله سر اینه میبرین، تای اونو میبرین، دست اینه قطع میکنین، چیز اونو قطع میکنین، اینو برمیدارین میخوابونین، اونو نمیدونم علمش میکنین، این رفته بود جای اون خوابیده بود جیش کنه، اون رفته بود جای اون خوابیده بود نمیدونم فلان بکنه، این در رفت اون گفت به نام بخوان به نام کعبه، اون نمیدونم گوسفند چرون، اون یکی رفت نمیدونم گفت بت شکن بت شده این بت شکن، تمامش داستان بوده پدر سوخته ها، همش پدر سوخته بازی بوده. من الان باور میکنم که این قرآن فوتوکپی انجیل و توراته. من الان دیگه باور میکنم اون استاد فاضلی میگفت همش چاخان پاخان بوده، همش حق بازی بوده. 1400 سال گولمون زدید، 1400 سال داریم جیبمونو میزنید، 1400 سال به ناموسامون داریم تجاوز میکنید، 1400 سال داریم به ما مال اموالمونو میخورید، 1400 سال خودتونو برتر از ما میدونید. بی پدر و مادر تو خیام را میره میگه سید سید دل خفه بمیر، خفه بمیر، مردشون رو قیافه کسافت شکم بوگنیده ببرن، مردی که یقه شپشو آشغال، یک کدومتون رو نمیذاریم تو ایران خاک بشین، مرده هاتون از این خاک میکشیم بیرون، خاک ایران خاک
پاک و تمیزه، نمیذاریم جنازه منتظری و شریعت نداری و کثافت تو خاک ایران باشه. بی‌ناموسا جنازتون رو تو خاک ایران میکشیم بیرون، بعد بلایی سرتون میاریم، بعد بلایی سرتون میاریم، بعد بلایی سرتون میاریم. باهاتون جنگ داریم ما، تموم شد دیگه. 43 سال بعد بلایی سرمون آوردی، 43 سال بعد آتشی زدید به زندگیمون. دیگه همین الان خدایگان آریامهر بزرگ، خدایگان سر بر بیاره از زیر خاک، فرمان بدن آقا به اینا عفو عمومی بدین، ما به علازمی علازاد آسوده بخواب ما بیداریم. عفوی در کار دیگه نیست، دیگه گولتون رو نمیخوریم. از شماها شیادتر، پدر سوختتر، بی‌ناموستر، بی پدر و مادرتر، بی‌رحمتر، وحشیتر، حروم لقمتر تاریخ بشریت چیز نکرده، به خدا نیافریده. ملت رحم بهشون نکنید، امونشون ندید. این راهی رو که بهتون میگم برید، این راه رو یه ما دیگه ایران رو باز پس بگیرید. از آخون ریقوتر وجود نداره. پاسداراشون، ارتشیاشون، لباس شخصیاشون، نمیدونم این یارو نیرو انتظامی، خانم فروشاشون، بسیجیاشون، همشون ترسو هن. الان یه دونه از این آخونده رو براتون پخش میکنم، نگاه کنید. همشون دقیقا میدونن که شما به خر مراد سوار بشین مرده و زنده اینا رو میارین جلو چشاشون. اینا صفر گرفتن چون اترسشون. لاک‌پشت دیدی؟ لاک‌پشت وقتی که میفهمه داره بهش حمله میکنه، دست و پا و همه کلش و همه رو میکنه تو اون لاکه، چون میدونه اون دیگه اینقدر محکمه کارش نمیتونی بکنی. اینا عین اون لاک‌پشتن، از ترسشون رفتن تو لاک. اینا از ترسشون رفتن تو لاک. اینجوری به ار کردنشون نگاه نکنید، هیچ پخی نیستن، هیچ، از سایه خودشون وحشت دارن. من اینو الکی بهتون میگم، میدونم که بهتون میگم، از سایه خودشون وحشت دارن. چرا؟ چون چوبو که برداری گربه دوزه خوشو میشناسه. اینا میدونن چقدر جنایت کردن. ببینید یه چیزی بهتون بگم، روزی که فرقه تبهکاران به لجندان تاریخ، نه زباله‌دان، چون زباله هم کثیف میکنن اینا، لجنم به لجن میکشن اینا، روزی که برن بیافتن توی کثافت تاریخ، تو اون چاه کثافت جمکران، اون روز متوجه خواهید شد که 43 سال پشت درهای بسته اینا چه جنایاتی کردن. خیال نده بقید زندان های بردن و نوید افکاری رو گرفتن و کشتنش رو از بالا نمیتونم زدن، ندا رو کشتن و پویا بختیاری رو کشتن و اینو کشتن و اون. حالا بعدن متوجه خواهید شد تو زندان ها چه بلاهایی سر نوید آوردن. بعد هممون بعدن خواهیم فهمید که شبا چه سربری بود تو اوین. همین الان که من دارم با اتون حرف میزنم، همین الان دارم با کابل میزنم زیر پای بچه های مردم. شیشه خورد میکردن میریختن تا دم دستشویی، میگفتن کسی میخواد بره دستشویی، بعد روی یه جور بعد رو شیشه ها میرفتی. اینا رو من بهتون دروغ اینا نمیگم بترسید ها، بهتون میگم که اینا چقدر وحشی هم. یه سم یادم رفت، اینم خوب شد الان یادم افتاد بهتون بگم. یه سری هم میاد کلیپ پخش میکنی تو این دنیاهای مجازی، اوه نیروهای شما رو از تهران دارن میبرن اصفهان، زنجیروار دارن میبرن. یا نمیفهمید این کارو میکنی؟ که وقتی نمیفهمید پس نفهمید، پس نکنید این کارا رو. یا اینا کار وزارت اطلاعاته، یا بعضی موقع میان چو میندازین 8000 نفر رو کشتن، گفتن اگه بیان تو خیابون. چرا این مسخره بازی دارید؟ چرا ملت میترسونی؟ چرا ملت میترسونی؟ چرا چرت پرت میگی؟ آقا تانک دارن میبرن به سمت شهر کرد، چرا مسخره بازی در میارید؟ چرا مزخرف میگید؟ چرا این چیزا رو پخش میکنید ملت رو بترسونی؟ هر کس این کارو بکنه مزدوره. چرا ملت میترسونی؟ تانک بیار. منی که اومدم تو خیابون سینه سپر کردم، تانک چیه؟ برو فانتوم ورده بیار. من اومدم بزنم مرده و زنده بیارم جلو چشات. من اومدم با تو دعوا دارم، حالا دست چاقو میخواد باشه، پنج بوکس میخواد باشه، قمه میخواد باشه، من اومدم واسه دعوا. تو هر چی میخواد تو دست باشه باشه، پخش نکنید این چرت و پرتا رو. آقای کوروش از هیوستون لطف موبت کردن $100، دست درد نکن آقا کوروش عزیز از هیوستون و تگزاس، خیلی ازت ممنونم. آقای آرش میهن‌پرست هم همرزم دیگر ما، همرزم عزیز ما، $300، دست درد نکنه آقای آرش میهن‌پرست، خیلی خیلی ازت سپاسگزارم. بچه زنگ بزنید دستتون درد نکنه، نگر دارین پایه های سنگ رو صف کنید، دست و پنجهتون درد نکنه. میدونم وضع چیه، چاره ای نیست، چاره نیست. هر از چنگای هر کدومتون یه سهمی بذارید در ایران آریایی، جا دوری نمیره. بچه‌ها دارن کشته میدن تو خیابون، دمتون گرم، خدا حفظتون کنه. جناب مهندس لطفاً موبت بفرمایید شماره 8 رو پخش کنید. فرموشته در ازادو گوش کردید؟ ملت رو تو خیابونا دیدید دارن کشته میدن، آخونده دیدید روغن و برنج دارن میدزدن. آره حالا 8 هم نگاه کن، با اینا نمیشه با زبون آدمی زد حرف زد.
نظر دوباره دهن من ازم خونی کنم برو سریع به قرآن خدا دیگه نمیتونم از تو سر نفر بسید رو بزن سریع با هم شهر یعنی یک دهنگه این مردم شهر بریزن تو کچه و خیابون و الله العظیم من امام جمعه نماینده برماندار دنبال یه جایی گردیم که فرار کنیم نظر دوباره دهن من ازم خونی کنم برو سریع به قرآن خدا دیگه نمیتونم از تو سر نفر بسید رو بزن سریع با هم شهر یعنی یک دهنگه این مردم شهر بریزن تو کچه و خیابون و الله العظیم من امام جمعه نماینده برماندار دنبال یه جایی گردیم که فرار کنیم تورم شخص 8% با حقوق 20% من چگونه جوابگوی زندگی من باشه 60% هزینه های زندگی کارگر آقای دکتر هزینه یه بحث اجاره و هاش میشه همه مسئولین میدونم چرا کپ مثل کپ سر با بحث کردم بابا تا کی زون تا کی ستم تا کی میگیرد آقا قوانین باید اصلاح بشه قوانین مشکل داره آقا بنده بعدی 44 سال یه خونه یه 60 متر دارم من این رویه میگم بچه 26 ساله دارم یه بچه 22 ساله دارم هر روز دقدقه یه فرنامه دارم باید این مصمم باطل بشه این جناب آیت الله رئیسی من از همین الان میگم اگه من کارگر نباشم من نوعی میگم پلیس امنیت نداره دادستان امنیت نداره قابل زندگی نیست اگر یک ساعت زباری شهر جمع آوری نشه چه اتفاقی میفته چرا 24 سال میگذره اما کارگرم استثمار کشیدی ما از سخونمون نشکسته دیگه در حال له شدنی نابودی جامعه کارگری به دست مسئولینه نالایق بیکفایت و خیانتکار خانواده ها دارن طلاق میگیرن فساد بزهکاری استرس استثمار بردگی بیاید یه حلقه به گوش من کارگر آویزون کنید سپاس از شما اومده سیاوش گرامی دیدید خانم آقایون دیدید مأمور نیروی انتظامیشون اون یارو اسلام شهر بود که نشون داد اولش دیدی چی گفت من از صبح 100 150 تا چک و لگد زدم و دهمه هم خورد کردم برو میذارم دهنتو خورد میکنم من برم با این بگم اسکیموزی قلم خود نمیسه طلا خدمتونه من میخوام با تو به دور از خشونت حرف بزنم میخوام بکنی بریم بکنی و من که چیزی نشه تو خارج از کشورم خب اخوندره دیدی چی گفت گردن کلفته چه صدایی هم داشت نره اولاخ حیف اولاخ سمه دادن میپره بالا صدا اینا رو میشنوه دیدین چی گفت بریزن تو خیابون من امام جمعه من فرمانده من نمیدونم وزیر من هر پخی هستم سوراخموشو باید بخرم آقا خودشون دارن میگن اصلا احتیاجی نیست بگم مگه ما خودمون عقل نداریم مگه ما خودمون شعور نداریم منی که میدونم ظلم کردم آقا جون من به عنوان یه آدم میدونم آدم خوبیم یا آدم بدیم ظالمم ظلم کردم یا نه من به کسی کاری نکردم پار دوم کسی نذاشتم مال کسی رو نخوردم خودم میدونم دیگه اگه کسی ندونه خودم که میدونم چه جونوری هستم آخون میدونه 43 سال چی کار کرده آخون میدونه 43 سال چه بلایی بر سر ملت ایران آورده آخون میدونه که جوانای من بچه بابا بچه 7 8 ساله بچه مدرسه بچه کلاس اول دو 4 5 دبستان بابا این بیناموسا فرسان رو مین بچه ها رو دسته دسته بچه دبستان نه دوره راهنمایی بچه دبستان فرسان رو مین مین صدام حسین آقا این جنایت جنگی نیست آقای آمریکا اتحادیه اروپا بیناموسا این جنایت جنگی نیست پس چیه شما چرا هیتلر رو محکوم میکنی جنایتکار جنگی بوده دیگه شما الان چرا پوتین رو محکوم میکنی جنایتکار جنگیه دیگه آدم کشته دیگه بستنی نرفته بریزه بده به دست مردم اوکراین رو بمب موشک در میذاره سرشون دیگه شما چرا رفتید به ویتنام هم بکردین شما میگفتین هوشیمین جنایتکار جنگیه دیگه شما چرا با شوروی کنار نمی اومدین میگفتین اینا جنایتکارن
دیکتاتورن. شما چرا با آلمان شرقی، چرا با لهستان، چرا با بلوک شرق کنار نمی اومدید؟ شما آمریکایی، شما اروپای غربی، میگفتین آقا اینا چیزن، اینا دیکتاتورن، دروغ میگن. چرا با چین کمونیست کنار نمی اومدین؟ الان چند وقته کنار اومدین؟ چون سر در دروازه‌اش داره باز گذاشته. شما تا حالا اومدین تو دنیا بگین ژاپن جنایتکار جنگیه؟ بعد از جنگ جهانی دوم نه، چرا تو جنایتی نکرده؟ میگید کره جنوبی جنایتکار جنگیه؟ نه، ولی میگین کره شمالی جنایتکار جنگیه، آدمکش، دیکتاتور، زورگو. خب مگه این آخوندا 43 ساله جنایتکار جنگی نیستن؟ مگه آدم نکشتن؟ مگه بچه های مردم رو نبردن سلاخی کردن؟ مگه بچه 7-8 ساله رو نفرستادن رو مین؟ حالا 8 میلیون آواره کردن، فرار مغزها و نفت رو خوردن، گاز رو خوردن، اونا به جهنم، هیچی ولش کن. مگه آدم نکشتن؟ مگه به زن شوهردار جلو چش شوهرش در زندان تجاوز نکردن؟ یعنی CIA میخواد بگه من اینو نمیدونم؟ شمایی که اون زن اسرائیلی رو میبرین تا تو رخت خواب علی شیره‌ای، بعد نمیدونی توی زندان اوین، توی زندانای اون مملکت چه خبره؟ شما نمیدونید جلو چشم پدر و مادر به دختر و پسر تجاوز کردن، جلو چشم برادر به خواهر تجاوز کردن؟ شما نمیدونید به چند صد هزار دختر و پسر ایرانی تجاوز شده؟ نمیدونید اینا رو؟ شما نمیدونید که بمبارونای شیمیایی که شد مردم رو شیمیایی کردن، از هر هزار تا یکی دو تا ده تاشو فرستادن آلمان، به غیر تو ایران ول کردن؟ اینا رو شماها نمیدونید، شما که خودتون اینا رو آوردین سر کار، خودتون جنگا رو انداختین. پس پدر سوختا همکارشون دیگه. پس چرا زر زیادی میزنید دیگه که محکوم باید گردد، تعطیل باید گردد؟ چرا چرت و پرت؟ چرا نقل میکنید ما جهان سوم اینقدر احمقیم؟ جهان سوم به اون بخش اونوره خاورمیانه میگن، اون درش پیدا، نه این ورش پیدا. این ورش پیدا ما متمدنیم، ما 2500 سال ریشه تو تاریخ داریم. شما اون موقع کجا بودین؟ شما اون موقع سر تو بلم تو قایقاتون، شما یانکی ها، شما انگل ساکسون ها، شما وحشی ها، شما اون موقع داشتین آفریقا با این ور اون ور میچاپیدین. ما که نچاپیدیم. چرا تمام دنیا انگلیسی حرف میزن؟ چرا تو استرالیا فارسی حرف نمیزنن؟ خب شما ها رفتین اونا رو چاپیدین دیگه. پرتغالیا رفتن برزیل رو اشغال کردن، بچه های لورستان که نرفتن اشغال کنن که اونا لوری حرف بزنن. شما اسپانیایی ها رفتین آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی رو گرفتین، شما تا مکزیکو گرفتین، ما که نگرفتیم که بچه های اصفهان که نرفتن بگیرن. شما آدم کشید منتهای مراتب تو دنیا اومدین یه جوری این کارو کردید که اگه کسی به ما حرف بزنه 6 تا کامیون بفرستیم روش. خب بفرستین، همه کامیون فرستادین ما رو کشتین. خب چی شد؟ این همه هندی کشتید، بالاخره یه گاندی و ما شلوارتون رو در آورد دیگه، تعارف نداریم که. بابا تا کی میخوای سرپوش بزنی رو مالکشین کنی رو کاراتون؟ من میخوام بگم ما عبدالله، ما نمیدونیم چه خبره تو دنیا. مثلا ما نمیدونیم معصوم قمی رو کی برداشت آورده بیرون، ما نمیدونیم شرم‌آور کیه، ما نمیدونیم جریان اکبر پونس چیه، ما نمیدونیم کی اومد به آقای عبادی کاپ قهرمانی داد. بابا اخرا نکنیم ما گاگولیم، شما خودتون گاگولی. شما خب که ما نمیدونیم ترامپ چجوری از کاخ سفید رفت بیرون، اینقدر ما بیشعوری. کی میبره، کی میاره، جریان چیه؟ جناب مهندس لطف و محبت بفرمایید. آها، حالا مومنت، من بهتون گفتم که آقا جون هر از چنگای مثل یارو چیز آوردم، افشار بود که بود یارو لات چاقوکش دیروز حالا شده مفسر امروز. بعد ببین ما چقدر بدبخت واقعا، ببین اینا چه جوری رو ما حساب میکنن. بچه ها من گفتم من درست متوجه نشدم، حالا باید برم بپرسم. نمیدونم طویله صدای آمریکا بوده یا طویله اینتر آشغال بوده یا طویله بی بی سی لجن پراکن بوده، نمیدونم کدوم طویله بوده، یکی از این طویله ها بوده. حیف طویله. خب یکی از این مزدورخونه ها رفتن اما یارو لات چاخوکش رو آوردن. تو رو خدا ملت گوش کنید، رفتن اون یارو اونو آوردن با یکی دوتا دیگه از این تنه لشا که اونا بیان بگن نظر شما جناب آقای چاخوکش لات بی سر و پای دیروز در مورد اینکه مردم میگن رضا شاه روحت شاد یعنی چی؟ مثل اینکه منو الان بردارن ببرن تو یکی از این طویله ها دور از جون من، منو بردارم ببرم بعد بگن که رضا احمدی، مردم الان تو خیابونا میگن مثلا مریم لچک کجایی، مثلا پاشی بیا
پیش مثلا رو زانوی ما بیایی مثلا، حالا مثلا قابل تیغتراش نیست، ولی بعد من برم اونجا راجع به مریم لچک کجایی پاشو پیش ما بیایی من برم توضیح بدم آقا چیزی ربطی به شقیقه داره، من مشروطه خواه چه ربطی داره که برم راجع به این موضوع حرف بزنم؟ هدف چیه؟ فهمیدن. آقا جان گوش کنی، این همه جنگ و جدل حاصل کوته نظری است، گر نظر پاک کنی کعبه و بتخانه یکیست. کعبه و بتخانه یکیست. اون کعبه ای که ما به طرفش وای میستیم نماز میخونیم اون بتخونه بوده. کعبه و بتخانه یکیست، همش بهانه است. اینا میدونن که ملت ایران مردم عراق و لیبی و افغانستان و پاکستان نیست. افغانستان واداد وقتی کودتا شد برای رضا شاه، افغانی ها خفقونه مرگ گرفتن، بخورین تا چشمتون کور. به اون درجه بدبختی برسید که پاشید بیاید ایران جمهوری اسلامی بفرسته جوان افغانی رو تو سوریه بگه برو کشته شو تا من بهت پاس ایرانی بدم، پاس ایرانی که خود من ایرانی میندازمش تو توالت سیفونم میکشم روش. چرا؟ ملتش واداد. پاکستان واداد. چرا واداد؟ وقتی که از هند جدا شد، از ایران جدا شد، یکی از مامورین انگلیسی محمد علی جناح اومد و کشور پاکان درست کرد. بخورین تا چشمتون کور که حالا از سر کول هم دیگه آدم بره بالا، هیچ وقت اون کشور درست نمیشه. خود اینا بهش گفتن برو اتم صاحب اتم بشو، اونجا کار دارن، اون منطقه با تو حالت آشوب بمونه، کار انگلیساست. خوب گوش کنید، لیبی وقتی که اون قذافی رو زدن مرده و زنده شو آوردن، حالا گور پدرش، ولی من چون ازش بعدم میاد دشمن من بوده میگم گور پدرش، اما حقیقت اینی نیستش که من میگم. قذافی برای ملتش خیلی خوب بود، همه چی مجانی بود تو مملکت. صدام برای عراقی ها خوب بود دیگه، کسی اون بالا نمیگفت اقلیم کردستان که پرچم کردستان رو برداره به عنوان وزیر امور خارجه نمیدونم چی اقلیم کردستان بیه بره فرانسه، نمیدونم اومده رفته کجا کشور روبه پرچم کردستان باشه بعد ازش. ببین دنیا رو چقدر اینا خرطوخر حساب کردن این چشمابیا، و خرطوخر هم هست. چرا؟ چون رهبریت این خرطوخر دست همین چشمابیاست. اوکی؟ اگر صدام بود هیچ وقت این جنگولک بازی را می دو مرتبه بارزانی با زیر شلواری بیاد بشینه و زرا رو بزنه که عدلش علی تجزیه در به داغونه چوسونه بیاد بیرون. اگر صدام حسین بود هیچ وقت شیعیان هم چه غلطی نمی‌کردن، جمهوری اسلامی غلط می‌کرد بره اونجا هم چه زری بزنه که امروز عراقی تو بغداد کاغذ بخوره، که نزدیک 10 12 سال فقط جنگ داخلی، شاید هم بیشتر از زمان بوش پسر این بلاها سرش بیاد. اما چشم آبیا، ما ایرونیا عراقی نیستیم بابا، اینا ما به چه زبونی باید به شما حرفم بکنیم؟ ما لیبی نیستیم، ما مصر نیستیم، ما یونان نیستیم که کاسه گدایی بگیریم جلو آلمان که 300 جزیرمونو بهش بفروشیم، ناموسمونو بهش بفروشیم. ما ترکیه نیستیم که اردوغان بی سواد در به داغونه تو بیابونو برداریم بریم اونجا برون بالا بشه چیز بشه من رئیس جمهور خفه بمیر در به داغونه چوسونه با اون قیافه مرد که یه مرد شو قیافت با در به داغونه آشغاله. ما پاکستان و افغانستان و هندوستان و چوسستان نیستیم، ما ملت فهمیدیم آقا غلط کردیم. به چه زبونی بگیم چه اشتباه کردیم که انقلاب کردیم؟ به چه زبونی بگیم ما شاه رو میخوان؟ به چه زبانی بگیم آقا ما پسر اون شاه رو؟ آقا رضا شاه دیکتاتور بود، محمد رضا شاه دیکتاتور، استبداد، چکمه، ساواک، تپه های اوین زدن، گل سرخی، گل قرمز، گل بنفش، تخم مرغ داغ، فشار داد، زور داد، جلو ترانه رو گرفت جلو. آقا هر چی شما نوشتین تو این 500 سال، تو این 800 سال، چند سال از آقا از سال 1300 تا 1400 تو این 100 سال هر چی شما بر علی پهلوی نوشین درست نمیشین. ببین من از طرف ملت ایران امضا کنم. آقا به چه زبونی بگین؟ ما همون دوتا آدم بد و همون سیستم بد و همون دوتا آدم دیکتاتور رو میخوایم. به شما چه مربوطه؟ آقا رضا پهلوی بد، باباش بد بود، بابا بزرگش بد بود، مامانش بد بود، خاندان پهلوی بد، هر چی شما میگید هست. ما این آدم بد رو میخوایم، کجا رو باید امضا کنیم؟ مگه نمیگید که ما از ملت خوگی مظلوم، از
مبارزات مردم حمایت میکنی؟ بی پدر و مادر رو چرا حمایت نمیکنی؟ چرا هر روز یه جنگولک بازی در میاری؟ یارو لات چاقوکش میدون خراسان رو آوردی بهش میگی دکتر، اون یکی چاقوکش دم محله معروف تهران بوده اومده بهش میگی مفسر، عراقی رو بندر میاری تو بنگاه لجنبرگی بیمیسی میگه اگر رضا پهلوی بیاید حشد الحشری حشر الحشری ساکت نمیشه، خفه بمیر در بده خونه چاسونه با اون در با اون دک و پوزت که قیافت اینت اصل پیر شده بتمر سرش چوسونه دور افتاد دست داری زر زیاده میکنی، خب که ملت ایران اینقدر بی‌غیرتن، خفه بمیر خفه بمیر، مردشون رو قیافت ببره که این شیافه وحدت میمونه قیافه، خفه بمیر. یه مردگر معلوم نیست مال تخم ترکه چنگیزه که اون نظر تنگر رو نشوندن دنیا رو تویله بی بی سی نشسته اونجا نظری شما چه، خفه بمیر مردشون رو قیافت ببرن، مردشون رو برامدون رو ببرن، چه صفت های آشغال. بعد شما ها نشستین برای ما تصمیم گیرید، شما به گور پدرتون میخندین، شما به قبر پدرتون میخندین، کی به شما گفته برای ما تصمیم؟ شما به گور پدرتون خندیدید شاه رو از ایران بردین، شما به گور پدرتون خندیدید پادشاه مملکت رو منو گوشین تو تبعید، شما به گور پدرتون خندیدید نذاشتین در این سالها شهبانو فرار پهلوی اون نقش اصلی خودشو بازی کنه، و به گور پدرتون خندیدید علیرضا رو کشتید، به گور پدرتون خندیدید لیلا رو کشتید، به گور پدرتون خندیدید شاه مملکت منو کشتید، به گور پدرتون خندیدید ما رو آوردین آواره دنیا کردین پناهنده کردین، به گور پدرتون خندیدید 43 سال آخوند کردید یقه ما این ناموسای بی شرف خانم که ما اینقدر شوتیم و چهار نفر ما آوردن نشستن جلو دوربینا گود مورنینگ تو دی خفه بمیرید همتون. ملت زبان مبارزه اینیه که من بهتون میگم، چشم آبیا کشور من آتیش زدن، کشور ما رو آتیش زدن، مال اموالمون رو خوردن، نترسید ازشون. به قول زنده یاد فریدون فرخزاد استاد عزیز من، روان شاد روان شاد، نه زندگی اینقدر شیرینه که آدم وایس بالاش چرتکه بندازه، نه مرگ اینقدر تلخه که آدم بترسه. مرگ یه بار شیون یه بار، من قراره 50 سال دیگه بمیرم، 40 سال دیگه بمیرم، بذار امشب بمیرم، بذار بمیرم، اما حرفام بمونه. همین بچه‌ای که نقاشی میکنن اینا بزرگشن میگن ما این نقاشی رو برای امروزا میفرستیم، میگه بگو جاوید شاه، همینا میشن، همینا میشن تیمسار رحیمی، همینا میشن جهانبانی، همینا میشن خسرودا، همینا میشن بدرعی، همین بچه‌ها، همین دختر پسرا، همینا میشن فرخ رو پارسا، همینا میشن شهبانو، همینا میشن رضا پهلوی وارث تاجدار. زندگی اینقدر شیرین نیست که من بیام ناموس و شرفمو بفروشم، حیثیتمو بفروشم، مردونگیمو بدم، همه چیمو بدم. زندگی اینقدر شیرین نیست، به خدا هیچ حالی نداره این زندگی. میلیاردرم باشی آخرش زیر خاکی، راحت بهتون بگم. اینقدر مرگ تلخ نیست که هممون یهو مثل خر خاکی میریم، نمیرم، بمیر، بمیری. پدر مادر من مرد، چی شو؟ دنیا عوض شو؟ سه ماه چهار ماه خمارشو کشیدم قبول کردم رفت دیگه، از پدر مادر عزیزتر؟ از این جوونا که کشته میشن دیگه عزیزتر؟ من خونم از این جوونا، 20 تا جوون مملکت رو تو همین 3-4 روز تو این هفته زدن کشتن. خب من حالا برم دو دستی خودم سرما خوردم، آی آمپول بزنم، آی فلان بشم، چرا؟ مگه اون جوونی که با 20 سال سنن رفته سینه خاک خوابیده، مگه اون پدر مادر نداره؟ مگه اون خونش مثلا بنفش بوده، خون من فقط قرمز بوده؟ بی خیال، مرگ یه بار شیون یه بار تمومش کنید بچه‌ها، همونی که من بهتون میگم، مبارزه اینی که من بهتون میگم. حالا یه عده بی پدر و مادر رو آوردن دو مرده، حالا مومن یکی از اینا رو میخوام بهتون امشب نشون بدم. من هر دفعه میام یه دونه اینا رو بهتون نشون میدم با سند خودشون، با مدرک خودشون، که بدونید پدر سوخته بازی کجاست. بعد هی نیاین بشینید بگید الان وقتشه شاهزاده بیاد وسط. کجا بیاد وسط؟ اصلا کو وسط؟ کو وسط؟ تو وسط نشون بده تا من برم به علازه بگم علازه این وسط باشه، بیا وسط. وسطی در کار نیست، اقدسی در کار نیست. هی به من میگن فوتبال بازی کن، خب من کجا برم فوتبال بازی کنم؟ نه کفش دارم، نه لباس دارم، نه گرمکن دارم، نه مربی دارم، نه توپ دارم، نه زمین دارم، نه هیچی نیست. به من میگن فوتبال بازی کن، با چی فوتبال بازی کنم؟ با چی بازی؟ با تاپاله برم درست کنم توپ؟ مثل 80 سال پیش که بچهای تهران رو تاپاله گاف دستمال انداختن، واقعیت اون دوختن ازش توپ درست کردن، گفتن خوشا داشت توپ درست کردن پشت باغشا. خب من با چی برم فوتبال بازی کنم؟ تو به من امکان نمیدی، من میگم برم فوتبال بازی کن. هی میگه علازاد الان وقتشه شاهزاده بیانیه بده بیاد وسط، بیاد تو اینستاگرام بیاد لایو بذاره. پادشاه مملکت من خودش انقدر کوچیک کنه بشه در حد رضا احمدی، بره تو اینستاگرام مثلا بره بشینه با حسن حسین بره بشینه گفتگو کنه؟ یعنی انقدر شما ها دیگه بی شعور شدین؟ یا مامور یا بی شعوری دیگه. شاه مملکت من انقدر سطح مقام خودشو، تقصیر شماها نیست، تقصیر کسایی که به خوش میگن به خوشون هنوز دارن که مشروطه چیه، قلابی که هنوز انقدر جیگر ندارن بیان یه دونه بیانیه بدن بیرون. ملت داره کشته میشه، ولی برای هادی لجن
کاغذ میدم بیرون، بیانیه میدم بیرون، شاه مملکت منو وادار میکنم بریم واسه یه دونه مورفینی بیاد بشینه اون مطالبو بگه. البته اونی که شعور داشت فهمید از فرمایشاتون چی بود. بگذاریم جناب مهندس، اون اکثر لطف کنین شماره 9 حواستون باشه مردم، نترسید از دشمنتون، رو دروازه رو بذارین کنار، نترسین تکلیف مملکتتون روشن کنین، اینا دشمناتونن. دست درد کن آقای مهندس، بذار من چیزش کنم. خانم آقای نگاه کنین، اسم این چیه؟ عمار ملکی. خب اینو من میشناسمش، خیلی سوالاست، برای اولین بارم هست دارم راجبش میگم، متنو براتون میخونم. من به عنوان یک جمهوری خواه واکنش عصبی بعضی حامیان جمهوری خواه نسبت به نام پهلوی را نمیفهمم. اینجا الان یه مش مشروطه چیه گیج میگن دیدی جمهوری خواه توش هم آدم های خوبی هم هست. نه سب کن ویرگول و بعد ویرگول رو بخون. مگر رضا شاه اولین کسی نبود که با الگوگیری از آتاتور قصد تأسیس نظام جمهوری داشت و آخوندها مخالفت کردن؟ لعنت به پدر مادر کسی که سندشو نیاره، لعنت به پدر و مادر کسی که سند نیاره که رضا شاه جمهوری خواه بوده. رضا پهلوی هم که میگوید شخصا سیستم جمهوری را به نظام موروثی ترجیح میدهد، دلیل دشمنی چیست؟ سپاس از شما جناب مهندس. لعنت بر پدر مادر کسی که سند نیاره که رضا پهلوی وارث تاج و تخت اومده گفته من جمهوری خواهم، من جمهوری خواهم، من طالب جمهوری ام. پدر سوخته ها، سیستم جمهوریت، من جمهوریت رو میپسندم، چه دخلی داره به این که من جمهوری خواهم؟ این مرد جمهوری خواهی که اون پرچم رو میذاره پشت سرش، این مرد جمهوری خواهی که عکس رضا شاه رو میذاره پشت سرش. خب اگه جمهوری خواهی پس چرا عکس میرزا کوچکخان انگلی رو نمیذاره پشت سرش؟ علازه و علازه لطفاً عکس رضا شاه رو بعد عکس میرزا کوچکخان انگلی رو بذارید، پرچم کردستان هم که وسطش ندام چیه اون یارو خورشید چیه مال همین اقلیم کردستان مال شورت و شلوار بارزانی اونو بردارید بذارید. حالا دیگه من شما نمیفهمین جمهوری خواهی، جمهوری خواهی سیستمش اینه، شکل و شمایل جمهوری خواهی اینه. من نباید الان عکس علازه رو بذارم، من باید عکس الان میرزا کوچکخان انگلی، قاضی محمد بیناموس، سید جعفر پیشوری بیناموس و شیخ خزعل بیناموس، عکس یکی از این اراذل اوباش هفته یه بار بعد عکس اینا رو بذارم، پشتم هم یه پرچم یه شورتی لونگ چیزی آویزون بکنم اونجا، مال هر کدوم، یکی میگه خلق ترکمن، یکی میگه خلق کرد من، یکی میگه خلق عرب، یکی میگه خلق نمیدونم فلان، از این پرچم ها برام من در آوردی به آویزون کنم. خالی نقشه‌رم اون پشت می‌بینی دیگه، اون پشت من دیگه اونجا ننویسه لرستان اینا، بنویسم کشور لرستان، کشور اصفهان، کشور کردستان، کشور ترکستان، کشور نمیدونم فلانستان. آره دیگه این میشه جمهوری خواهی، معنای جمهوری خواهی اینه. جناب مهندس لطف موعد بفرمایید شماره 10. حالا برو تو بعدی، حالا ببین، حالا سری بعدی. تا من بچه ارتشی اینجا نشستم، تا من شاه پرست، من شاه دوست نیستم، من شاه پرستم، شاه سایه خدا بوده، من شاه را اینو خدا میدونم، هر کسی هم بدش میاد خب اینها من شاه اللهی هم، من شاه پرستم، من سلطنت طلبم، هم همه چی هستم. تو چشمتون کور بشه پدر سوخته های نشستین بچه ها رو از این جملات ترسانی آخو نگین سلطنت طلب، مثل یارو هست جلد کتاب قورباغه خوشی بنده که مسئله سلطنت خفه بمیر مردشون اون فکتا ببرن فلون فلون شده، برو یه ذره ویتامین بخور، جفت جفت داره ازت میره استخونات زده بیرون. ای بچه های مردم رو ترسوندن، بچه ها نگیم سلطنت بگیم مشروطه، نترسید از این حرفا، سر کارتون گذاشتن ملا لغتی شدن بی پدر و مادر باهاتون، زبان سربازی یاد بگیرین. وقتی علازه تشریف آوردن تو کاخ، وقتی کشور گرفتیم، وقتی سرود شاهنشاهی نواخته شد، وقتی تلویزیون ملی ایران اومد سر جاش، فرودگاه مهرآباد شد مهرآباد، ایران ایر دوباره شد ایران ایر دیگه، مثل الان نیست الاغ ایر، وقتی مملکت مملکت شد، اون موقع من به شما میگم فوکل کراوات مؤدب سوسول آب و جلو چشم شما با قاشق و چنگال بنده میل میکنم. جنگ الان کجایی؟ ببین کیا دارن واسه تون اومدن چرت پرت میگن، قیافه هاشون رو شما نگاه کنید ببین چقدر مرکب خوشگلی بدهکاره، به چلونیتش ازش یا پرچم تجزیه طلبی میاد بیرون یا پرچم نوکری انگلیس، همشون نوکرن بی‌ناموسا. بعد اصلا خارج از کشور باید با اینا مؤدبانه خفه بمیری. 43 سال نشستین دارین چرت و پرت میگین، 43 سال ملت سرکار گذاشتین،
43 سال بهترین فرصت ها، حداقل این 20 سال اخیر بهترین فرصت ها زیر دست پالتون بوده. 20 سال رادیو تلویزیون ها زیر دستتونه، چه پاخی خوردین؟ چی بوده بازده کارتون؟ مردی که بی شرف بی پدر و مادر لگن فروش دوست، مردی که اومده نشسته میگه سزارین کنیم، بزانیم، بزاییم، الان 6000 دلار لازم داره. چرا میخوان دولت درست کنی؟ مردشون قیافه گوشخوار کثیفته ببرن، مردشون قبقبته ببرن، مردشون لگن فروشته ببرن. کسافت دست بکش، برو گم شو، برو به تمرگ، جمع کن اون طویله رو. جناب مهندس لطفاً موعد فهم شماره 10 رو نگاه کنید. ملت من برام اینا مؤدبانه حرف بزنم. استقرار رژیمی که عدالت اجتماعی و سوسیالیسم رو بتونه در کشور برقرار بکنه، چون تنها سوسیالیسمی که میتونه پاسخگوی مشکلاتی که طی قرون و سالها هیئت حاکمی که جز منفعت پرستی و سود و در واقع خونخوار بودن در استثمار ایجاد کرده، فقط این نظام میتونه در واقع مشکلات مردم رو حل بکنیم. و در کنار این، برای این که به این هدف رسیده بشه، مبارزه با سلطنت و سلطنت طلبان به اندازه مبارزه با جمهوری اسلامی مهمه. یعنی چیزی که الان سلطنت طلبا خب روش مانور میدن، از رفاه آسایش صحبت میکنن یا ثبات اقتصادی صحبت میکنن که در اون زمان وجود داشته. مثلا چیزی که الان میگن، نمیدونم در اون دوره برای مدرسه ها تغذیه میدادن، یا اینکه البته این یه چیز ساختگی و طبیعتاً غیر واقعیت تاریخی است. مبارزه با سلطنت و سلطنت طلبان به اندازه مبارزه با جمهوری اسلامی مهمه. یعنی چیزی که الان سلطنت طلبا خب روش مانور میدن، از رفاه آسایش صحبت میکنن یا ثبات اقتصادی صحبت میکنن که در اون زمان وجود داشته. مثلا چیزی که الان میگن، نمیدونم در اون دوره برای مدرسه ها تغذیه میدادن، یا اینکه البته این یه چیز ساختگی و طبیعتاً غیر واقعیت تاریخی است. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. من اول اسامی بچه ها رو بگم، بچه های میانپرست رو بگم. بانو مهرنگیز از اروپا $350، دست درد نکنه بانو مهرنگیز عزیز از اروپا، خیلی ازت ممنونم، رو تو محبت کردی. بانو شهلا هم از مریلند فرمودن، تشکر کردم به خاطر برنامه روز دوشنبه، خیلی ازت ممنونم بانو شهلای عزیز از مریلند، $100. خیلی ازت سپاس کنم. خیلی آره، خیلی بچه‌ها برای من پیام گذاشتن واسه دوشنبه دیگه. من بعضی موقع نمیگم، میگم بابا این هر دفعه میاد میگه که سپاسگزارم به خاطر برنامه قبلی، ولی میگم بچه‌ها دست رو درد نکنه بانو شهلا از مریلند، خیلی ازت ممنونم. من حرفای شما رو میزنم، من اومدم اینجا دارم حرفای شما رو میزنم. حلبی سوسی دارن انداختم، پدرسوخته ایران انداختم، یه روز اینجوری میگم، یه روز اونجوری میگم، یه روز ببین اینجوری میگم، یه روز اونجوری. نه آقا جون، نه، با ملت صادق باشید. دلیل بدبختی ما عدم صداقته. بانو پروانه هم از آلمان €100، دست درد نکنه بانو پروانه از آلمان، همدار از من عزیز و بچه محل ما، €100 دستش درد نکنه. صداقت از روز اولم بهتون گفتم، من همین آدمم، پشت و روم همینه، به خدا با خیلی از شما پای تلفن می صحبت میکنم، همین آدم، همین آدم.
حالا اینجا مثلا میگم سپاسگزارم، اونجا میگم قربونت برم، خیلی ممنون. بابا یه رو داشته باشی، یه شاهی داشتیم، یه ملتی آقا اشتباه کرده. ما تنها ملتی هستیم تو دنیا اشتباه کردیم. آقا خیلی چیز غریبی ها. آقا ما تنها ملت نیستیم که تو دنیا اشتباه کردیم. آقا غلط کردیم، اشتباه کردیم. بابا داریم میگیم چه اشتباه کردیم، چه غلطی کردیم، چه پهنی نوش جان کردیم، چه انقلاب کردیم. به چه زبونی بگیم؟ حالا میگیم وقتی که اشتباه کردیم میخوایم اون اشتباه رو کامک پلیزش بکنین، برش گردونین. آقای ما رو بردید، اون آقا دیگه نیست، کشتینش، نمایندهش رو میخوایم بیاریم. چی باید ببینیم؟ کی رو باید ببینیم؟ چقدر دیگه باید کشته بدیم؟ جناب آقای آمریکا، سرکار بانو، بذارید من یه ذره باهاتون اسکیموزی حرف بزنم. Ladies and gentlemen، سرکار بانو انگلیس، جناب آقای آمریکا، همجنسگرایان محترم اون کاره فرانسوی، قورباغه خورا، قورباغه خوشگاه ها، جناب سوسیس خورای سیب زمینی خورا آلمانی، حضرات نامحترم، چون هرچی دو تا چهار تا میکنم میگم نمیشه، باید من با ادبیات خودم باهاتون گفتگو کنم، چون آدم حسابی نیستید، قیافه آدم حسابی به خودتون میگین، علکم به خودشون میگن دامنون هرن جنت لیدیز اند جنتلمن. کدوم لیدیز جنتلمن؟ ما لیدیز نمیبینیم، ما لیدی من نمیبینم، من جنتلمنی نمیبینم، یه مو چاقوکش لات قدارکش دارم میبینم. مگه هر کی کت شلوار کراوات پوشیده به خودش اتروت کلون زر هم دیگرم تا میبینید توی پارلمان اروپا ماچو بوسی میکنید؟ مگه شما آدم حسابی هستین؟ بعد چون مثلا ما مثلا سر سفره میشینیم زیر شلواری میپوشیم، مثلا آدمای بدی هستیم. بعد شما چون با قاشق چنگال نشستین دارین استکوف میکنین، آدم خوب جنتلمنی هستین. خانوما و آقایون نامحترم، ما اشتباه کردیم، میخوایم پسر شاه رو برگردونیم. چقدر دیگه باید کشته بدیم؟ چقدر نوشتید تو پروندهتون چند میلیون ایرانی باید کشته بشه؟ بگید که ما خودمون بشینیم قرعه کشی بکنیم، که مثلا بگید آقا 5 میلیون قرعه کشی کنیم خودمون رو بکشیم. چی میخوایم ببرین؟ نفت رو مگه نبردیم؟ آقا ببرین، اصلا ما کجا باید امضا کنیم؟ نفت مال شما، بیمردم ببرین، گاز هم مال شما، بیمردم ببرین. همینطور داریم میبرین دیگه، چه ما بخوایم چه نخوایم، شما داریم میبرین دیگه. آقا بیمردم ببر، بیا هرچی نفت و گاز داریم برده ببر. ما نمیخوایم، ما نفت و گاز نمیخوایم. چی میخوایم؟ چی از جون ما میخوایم؟ چرا نمیخواید بفهمید ما عرب نیستیم؟ چرا نمیخواید بفهمید ما پاکستانی یا افغانی نیستیم؟ چرا نمیفهمید ما تاجیکستان و ازگلستان و نمیدونم چرتلیستان و آذربایجان و فلانستان نیستیم؟ چرا نمیخواید بفهمید ما اوکراین نیستیم؟ چرا نمیخواید بفهمید ما اینور اونوری نیستیم؟ کی میخواید خرفن بشید که یه روزی روزگاری ما تو دنیا منشور حقوق بشر رو نوشتیم؟ کی میخواید بفهمید که یه روزی روزگاری این واشنگتن شما یه روزی تو حکمتانه بوده؟ کی میخواید اینو بفهمید؟ کی میخواید بفهمید روزی روزگاری پاسارگاد، روزی روزگاری تیسفون، روزی روزگاری این مملکت برای خودش همین چیزایی بوده که الان بهش میگن لندن و پاریس و برلین؟ کی میخواید اینو بفهمید؟ بعد ما فراموش نمیکنیم، ما نمیذاریم تاریخمون از دستمون بره. ما هنوز چشمون دنبال سمرقند، راحتتون کنم، آره ما چشمون هنوز دنبال سمرقند، بخارا، کابل، قندهار، هرات، دوشنبه، ایروان، باکو و سایر نقاط هست، تفلیس، آره مال ما بوده، خیلی حرف ها. واسه خاطر یه بچه جزیره تو دنیا ببین چه غمه و غمه کشیه، بعد 1.5 میلیون مملکت منو دوزیدن بردن، بعد میگه خفه. 3 میلیون کیلومتر خاک مملکت من دوزیدن، بعد میگه خفه شو. ما اگه زورون برسه بحرین رو برمیگردونیم. آره ما همچین ملتی هستیم، شما هم میدونید ما همچین ملت قدی هستیم، مغرورم نه، قدیم ما. مغرور بودن فرق میکنه. مردی ایرانی هنوز با زن ایرانی میره بیرون، نمیذاره زن ایرانی دست تو جیبش بکنه. شماها با ناموستون میرین بیرون، ناموست داره پول خودش میده. ببخشید گفتم ناموس، در فرهنگ ما، در فرهنگ شما همین کسایی که باشی میرین بیرون واسه اون شب، اون داره پول خودش میده، این داره پول خودش میده. ما چه گفتگویی با شما داشته باشیم؟ شما معنای زن و مرد نمیفهمید. بعد اومدی به ما بگین که حقوق زنان، تو میخوای به من راجع به حقوق زنان بگی؟ تو که همین امروز بالاترین میزان رقم کتک خوردن زنان تو دنیا در ایرلند و اسکاتلند و ولز و انگلیسه و در سوئد و نروژه، بعد اومدی میگی خوشبخت‌ترین مردم جهان نروژن؟ دروغگو فوته اینا. الحمدلله اومدیم تو کشورتون پناهنده شدیم دیگه، گند و گود دیگه، تا تو رخت خوابتون هم اومدیم دیگه چیزی شما قابل تیغ تراش نداری، همش تبلیغ بوده، با تبلیغ ما رو کشیدین اینجا.
فوتبالتون دروغ، سینماتون دروغ، فساد اخلاقی، هنرپیشهاتون کوکائینی، این با اون میخوابه، اون با اون ماچ میکنه، خواننده هاتون همینطور، ورزشکاراتون هم چیزی سالم ندارین شما ها. من نمیدونم شما به چی دارین اینقدر چوسی میای تو دنیا. یه مشتم ایرانی احمق اومدن شدن اینه میمون شدن مقلد شما. من دیگه چرا باید بدبخت باشم، تو سری خور باشم، بیچاره باشم که بخوام لباس پوشیدن و حرف زدن و راه رفتن و خوردن و خوابیدن و عشق و احترام به زن و خانواده و اینا رو من به من تو یاد بگیرم؟ هیچ دیگه بس برم مرگ موش بخورم برم بمیرم. منی که تو دنیا، منی که تو عشق و عاشقی شاگرد اول هستم، حالا به دستور اروپایی‌ها باید برم تایی کلاس بشینم؟ فوته اینا. جناب مهندس 11 و 12 رو لطف و محبت بفرمایید. دیدید دیگه الان چپیه رو براتون نشون دادم. آخه مرد شور اون زنه رو دیدین تو رو خدا؟ دیدید اینو؟ اگه من، اگه زنی، اگه جیگر داری یه ذره سینه به پایین خودتو نشون بده. 500 کیلو این قبقب رو دیدین؟ عین دانل داک. اون یکی رو دیدین شیره یه تریاکی رو؟ ارو نوشتم تازه داشت میخون. اگه ما باید حواسمون باشه به سلطنت خفه بمیرید همتون، چشمتون کورشه، ما سلطنت رو برمیگردیم. من میدونم کجاتون میسوزه، من میدونم دردتون کجاست. دردتون اینه که به قول جناب مهندس شماها پروزنید، ما همه سنگین وزنیم، زورتون به ما نمیرسه. یه عده مشروطه چی قلابی شاگرد پادوی داروش نه همایون، قدرت الله همایون، خر لنگان هم کشیدین دنبال خودتون که بگید زیر آتش توپخانه اونا ما مشروطه رو بخوابونی. آره تو بمیری، گذاشتم واسه تو یخچال که نخشکه، آدرس بده بفرستم. چرا مهندس لاتون موقعات رو فرم 11 و 12 رو ما بچه ارتشی هستیم در بده خونه آشقا. به سلیمانی خوش پرمادر، به این خوش فاملی سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. بچه‌هایی که فیلم میگیرید باریکلا آفرین آفرین، همین که یواشکی این که گرفته بودی خیلی قشنگ گرفتی، آفرین. صورتشون رو بندازی، تک به تکشون رو شناسایی کنی. بی پدر و مادر آدم میره پیش یه زن، بعد ادعا مردونگی و ادعای اسلام و مسلمانی میکنی. یه مرد میره اونطوری با یه زن بشینه اونطوری حرف بزنه؟ به آقای به سردار سلیمانی فوش خوار مادر میدن، به آقای خامنه‌ای فوش خوار مادر میدن. اون زن اصلا به توهینی کرده و حرفی زده بود، حالا بذار من بهت بگم تا بسوزی. سردار سلیمانی تونه باید بکنن تو مسترا، علی شیری هم بزنن روش، سیفون هم بکشن روش، خوشمزه بود. تو هم میذاریم روش، تو هم میذاریم روش با جد و آباده. تو اگه مردی که نیستی، من میدونم تو مرد نیستی، کسی که حزب الله باشه مرد نیست، تو اگه مردی بیا جلو من این زرا رو بزن. آره اگه مردی بیا خارج از کشور بیا جلو من این زرا رو بزن، تا تک تک اون ریشاتو بکنم بعد بکنم اونجا که باید بکنم. چه صافته حالا که قدرت دستتون میدن این زر زیادی میزنی؟ بلایی به سرتون بیاریم، بلایی به سرتون و مزدوراتون تو خارج از کشور به اسم مشروطه چی قلابی که میگفتن نگه جاوید شاه، بلایی به سرتون بیاریم که روزی هزار دفعه برید به خداتون فوش خوار مادر بدین که دخمه درگاه شما رو کاش رو گره زمین. ببین چه بلایی به سرتون میاد. جوونه مملکت منو میکشی، کشور منو به این روز میندازی، مرده و زندتون رو به آتیش میکشی. ملت یادتون نره همینی که من بهتون میگم. میایین تو خیابونا، دست خالی نیاین تو خیابونا، دست خالی نیاین تو خیابونا، کوکتل مولوتوفاتون رو حاضر آماده بکنی، بزنید مرده و زندهشون رو بیارین جلو چشاشون، کشور رو باز پس بگیری. راحت بهتون بگم تا دست رو ماشه، تا دست رو ماشه اسلحه نره، آخوند مملکت رو به دست ما نمیده. کل کلامو بهتون گفتم، این شابیت این جریان بود. اصلا بچه ها بگم حضورتون مرخص بشید، امونشون ندید ملت. ایران رو باز پس بگیرید بچه های قیور ایران، ایران رو باز پس بگیرید. آی آذربایجان چرا بلند نمیشه؟ بلند میشه، همه بلند میشه، فعلا قرص خواب خوردن. بانو زهره از آلبان 50 دلار، سپاس از شما. بانو پروین بیلری 50 دلار، سپاس از شما. سرباز دور از وطن 50 دلار، سپاس از شما. آقای هوشنگ اورنج کانتی 50 دلار، سپاس از شما. فرشید از آلمان 5 یورو
سپاس از شما بانو گیتی، 20 دلار سپاس از شما جاوید آریایی ایران، 25 دلار سپاس از شما سرباز علیرضا سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم 88 دلار سپاس از شما بانو مهرنگیز از اروپا 350 دلار سپاس از شما آقا کوروش از هیوستون 100 دلار سپاس از شما آقای آرش میانپرست 300 دلار سپاس از شما بانو شعلا از مریلند بازم سپاس 100 دلار سپاس از شما و بانو پروانه از آلمان 100 یورو سپاس از شما همه رو گفتم بله بچه دمتون گرم کارتون عالیه اصلا هم نه سرد بشید آقا دیگه نمیان تو خیابون اصلا کارتون به این کارا نباشه کارتون رو بکنید همیشه بهتون گفتم بازم سرباز کار خودشون میکنه تو بیا تو خیابون 40 نفر دیگه باش سرت میاد موتوراشون آتیش بزنید ماشیناشون آتیش بزنید امونشون ندید بس دیگه اینقدر کتک خوردید بس دیگه با تموم کنید کارو تموم کنید خسته شدیم هی اومدیم تو خیابون اومدیم تجلو دوربین قوچان شلوغ شده رش شلوغ شده کلیپ از اصفهان اومده اینا دوباره رفتن تو خونه دوباره دو سه ما دیگه هی بشینیم با اینا بجنگیم با اینا بجنگیم اینا افشا کن اینا افشا کن دوباره آش همون کاسه همونه من یکی حقیقتش خدا وکیلی بهتون میگم من یکی بریدم من دیگه تو این بازیاتون نمیام میخواین تمومش کنی تمومش کنی نمیخواین جون مادرتون دست از سر من یکی برداری مرد و مردونه پاتون وایسادم شاد و پیروز باشی تا آدینه با سپاس جناب مهندس سیاوش گرامی پاینده باد ایران جاوید شاه کدوم شاه رضا شاه دوم پهلوی سوم ما زن و مرد جنگیم ما بچه های جنگیم علی شیره بی ناموس به جنگ تا به جنگیم میگیریم از اون منبر خون میکشیمت پایین پاینده ایران جاوید شاه یاد ایران بخیر یاد ایران بخیر خاک پر صلابتم درد من بی کسیست خاک ایران که نیست ذره بی ثمر در نهایتم در نهایتم اگر خستم خالی از سیاهیم بر زبان بستم در پی رهاییم قصه هایم پر از روزگار کودکی تشنه وصل و بیگانه با جداییم یاد ایران بخیر یاد ایران بخیر یاد ایران بخیر خاک پر سلامتم درد من بی کسیست خاک ایران که نیست سر ریبی سمر در نهایت هم در نهایت هم با من ای هموطن سخن مرا بگوی در دل هر سخن هدف مرا بجوی حرف ما را ببر به سراسر جهان ما که جان می‌دهیم به بهای آبرو یاد ایران بخیر یاد ایران بخیر یاد ایران بخیر خاک پر سلامتم درد من بی کسیست خاک ایران که نیست سری بی ثمر در نهایتم در نهایتم ستاره میرسی من همان میخکم که شکستم بسی چون زمین مانده در حسرت نهال تو دست من را بگیر رفت بار خانه شد یاد ایران بخیر یاد ایران بخیر یاد ایران بخیر خاک پر صلابتم درد من بی کسیست خاک ایران که نیست سر ریبی سمر در نهایت هم در نهایت هم صحبت من هنوز از زمان روشنیست از زمانی که در ذهن خانه ماندنیست ما در این ره گذر ره رو به شبانیم لیک از اینجا به بر ره رو بار خانهیم یاد ایران بخیر یاد ایران بخیر یاد ایران بخیر خاک پر صلابتم درد من بی کسیست خاک ایران که نیست سری بی سمر در نهایتم در نهایتم